بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه، در انتظارمون باشه. دوشنبه است، 15 آبان، و برابر است با 6 نوامبر سال 2017 میلادی. آقای آریانپور، در جاده های اینجا یه جاده داریم شماره 66. میدونید شماره 66 و 6 و 666 اینا همه مربوط به شیطان هستن. و قدیما بهتر بود، اقلا صبح از این طرفی ترافیک بود، از اون طرف که از این از واشنگتن مردم بیان برن خونهشون. الان دیگه فرقی نمیکنه، صبح، ظهر، شب، شنبه، یه شنبه، هر دو طرف ترافیک. و بعضی وقتا واقعا اون اینا میگن مثل پارکینگ لات، قشنگ ماشینا دیگه وایسادن، هیچ حرکتی نمیکنن. آقای آریانپور لطف کردن، پیام گذاشتن که چند دقیقه دیر میرسن، بنده هم برنامه رو شروع میکنم که هر وقت ایشون آمدن با هم برنامه امروز رو که درباره اعدام ناخدا بهرام افضلی و مسائل دیگه هست با هم پی بگیریم و دنبال کنیم. و اما اجازه بدید که ما این ویدیوی خودمون رو از صفحه شخصی به صفحه مردم تیوی هم به اصطلاح بفرستیم، و اگر دوستانی از اونجا ما رو میشناسن اونها هم اونجا ببینن. شیر آن پیج یو منیج، اینجا می‌نویسیم که 60 دقیقه با سوربی. یه دوستی گفت آقا شما بیشتر هستی که، گفتیم خب قرار نیست که تو تلویزیون همه چیز رو راست بگن. 60 دقیقه ببخشید با سوربی. دلیلی که ما میگیم 60 دقیقه، 60 دقیقهش من با شما هستم، باقیش پیام ها رو پخش میکنم، نوشته ها رو میخونم و الی آخر. در هر صورت بارها گفتم، امروزم میگم، تلویزیون خیلی جدی نگیرینش. تلویزیون قرار نیست کسی رو آزاد کنه، جنبشی را بندازه. بله اگه یه کسی آمد جنبشی را انداخت، یه تلویزیونی، یه رادیویی رو به عنوان بلنگوی اون جنبش استفاده کرد، اون درسته. ولی قرار نیست هر تلویزیونی همه چیزها رو در رابطه با همه مسائل بدونه، از سیاست گرفته تا اجتماع تا اقتصاد اینها. در هر صورت مسئله‌ای که دیروز باز در آمریکا متأسفانه اتفاق افتاد این بود که یک جوان 26 ساله‌ای که از ارتش اخراجش کردن، از نیرو هوایی اخراجش کردن، وقتی یک کسی هم اخراج میکنن اینا به اصطلاح یک مثل یک جریمه‌ای باش میاد، مثل کسی که یه جرمی کرده نمیتونه اسلحه داشته باشه و اینها. ولی این آقا اسلحه تهیه کرده و بعدم رفته اون کلیسایی که پدر و مادر یا مادر همسرش میرفته اونجا، براشون هم تکس فرستاده و تهدید و اینها، رفته اونجا 26 نفر کشته، چندین نفر رو زخمی کرده که الان وضع خیلی از اینا هم که زخمی هستن حالشون بده. ولی چیزی که جالبه اینه، خود آمریکایی هم الان دیگه میگن اگه طرف براون باشه مثل ما باشه فوری اینا میگن تروریسته و اینها، ولی اگه سفید باشه یا هیچی نمیگن، یا میگن که خب این اختلالات منتالی به اصطلاح روانی داشته و کلمه تروریست هم استفاده نمیکنه. همین آقای ترامپ نادان شارلاتان که الان یکم ما راحت هستیم، الحمدلله دو سه روز گورش گم کرده رفته ژاپن و این ور اون ور، وقتی که توی لاس وگاس یک آمریکایی 60 و چند ساله 59 نفر رو کشت، بیش از 500 نفر رو زخمی کرده، که خیلی از این بدبخت‌ها الان مشکل همون دوا و درمان بیمارستان و اینها رو دارن. یعنی آمریکایی که خیلی کم اتفاق میفته آمریکایی‌ها پسنداز داشته باشن، به قول خودشون they are living check by check، یعنی payday by payday اینجوریه. حالا یه خرجی هم 10,000 تا 20,000 تا بعضی هاش حتی گفت 90,000 تا خرجی که بریم تیر که خوردیم درمون کنیم، بعد نه اون هتله
نه دولت، البته مردم واقعا مردم اینجا کمک میکنن، کمک کردن. در هر صورت اون که چیز شد، این حسن حرف نزد، حتی اونایی که طرفدار نداشتن اسلحه هستن اومد گفت خب بابا این همه اسلحه، 30 تا 40 تا اسلحه آورده توی اتاق هتل و اینا، این اسلحه رو کم کنید. میدونید که توی آمریکا هر 100 نفری 101 اسلحه دارن. حالا خودتون حساب کنید، 330 میلیون، حتما 350 میلیون اسلحه هست. بعد میگه که جمعیت آمریکا به نسبت کره زمین بین 4 یا 5% ولی 50% اسلحه دنیا رو آمریکایی‌ها دارن. خود من 5 تا 6 تا 10 تا همه اینجوری. در اصل اون که شد، این آقا خفه خون گرفت، حرف نزد. اون آقایی که 2010 اومده اینجا، از فشار زندگی و از کار کردن برای اوبر و برای لیفت و اینها رفته دست به دامن آیسیس شده. اونها هم بهش گفتن که هر کدومتون برین یه ماشین کرایه کنید بزنید به مردم. رفته زده به مردم. فوری این آقا اومد زرزر کرد که این هم باید اعدام بشه، هم باید بفرستیمش گوانتانامو. اصلا نمیفهمه طرف سیست الان چند ساله، از 2001 تا حالا 15-16 ساله گوانتانامو هست، نه محاکمه ای نه چیزی. بعد این وکیلا دادستانا اینا اومدن میگن اصلا پرزیدنت درست عین شاه عمل میکنه، یعنی وجه اشتراک این آقای ترامپ با شاه. حالا این اول شارلاتان بوده، حالا اومده حکومت میکنه. شاه اول حکومت کرد بعدن شارلاتان شد و نمیدونم پول بگیر بالا و کمیسیون بگیر از این چیزا. اصلا اینا نباید توی قوه قضاییه، قوه اجرایی، اینا قوه اجرایی هستن، توی قوه مقننه یا تو قوه قضاییه نباید دخالت کنن. باید اون قانون میذاره، اون چی میکنه؟ یه اجرا کنه دیگه. حالا وقتی همه بهش گفتن، گفته خیلی خیلی چیز عجیبیه، من دوست دارم خب نظرمو بگم، ولی اینا میگن چون رئیس جمهوری نگو. بله، باید اینا اول میفهمیدی که وقتی رئیس جمهور میشی چه کارهایی میتونی انجام بدی، چه کارهایی نمیتونی انجام بدی. خبر خوب اینه که هر روز تعداد زیادتری از اطرافیان این رو به اصطلاح پرونده هاشون رو آماده میکنن و یکی یکی روانه دادگاه. همین دیروز و امروز گفتن اون چیز بود، جنرال فلین هم میزودی میاد میره دادگاه و میدونید که این خودش قبل از همه اومد گفت که من حاضرم بیام چیزا رو بگم به شرطی که به من مسئولیت بدین و زندان مندان نباشه. ولی حالا هم زندانه، هم مندانه، هم خودش هم پسرش. جالب میدونید چیه؟ این آقای جنرال که هم به ترکیه هم به روسیه به اصطلاح در رفت آمد بوده و حتما خبرارم میداد و پولم میگرفته و اینها، این کسی بود که اولین بار گفت هیلری کلینتون رو باید بگیریم بندازیم زندان. حالا چقدر جالب میشه که این و پسرش بیفتن زندان. حالا اون ورا اون آقای پال منافورت، ببینید چقدر اینا پررو هست. اولا آقا 3 تا پاسپورت داره و من تا امروز نمیدونستم. تو چیزی صحبت میکنه میگه لیگاله، میگه قانونیه. من نمیدونم چجوری قانونه، مگه این پاسپورت برای شناسایی شخص من نیست؟ خب اگه من میتونم 3 تا پاسپورت داشته باشم، لابد یکی دیگرش هم میرم به نام آبراهام لینکن میگیرم، یکیش هم به نام رونالد ریگان میگیرم، هر کشوری دوست داشتم با یکیش میرم. در صورت این آقا 3 تا پاسپورت داره، میلیون ها دلار قالی آنتیک، میلیون ها دلار خرج لباس و چقدرم ازگل قیافه بدی، هیکل بدی داره. حالا پیر موهاش رنگ میکنه، هر خاکی تو سرش میکنه، ولی اصلا خنده داره. در هر صورت اینقدر اینا پررون، حالا خود اون قاضی و اینها رعایت میکنن، میگن بابا اینم هم دست خودمونه، اینم مثل خودمون دوز بوده، به جایی که بندازیمش تو زندان فعلا از این یه دستگاهایی یه چیزی مثل این میبندن به پاشون که اینا تو توی خونه وقتی هم میگن توی خونه، مثلا میتونه بره فروشگاه بیاد اینا، ولی همون به اصطلاح حوالی خونش. این آقا اومده به وکیلش گفته شما برو به قاضی،
بگو من حاضرم آپارتمانمو که توی ترامپ هست، توی آپارتمان ترامپ هست، خونمو که تو فلوریدا هست، این همه پول که دارم، بیمه های عمر که دارم، اینا رو به عنوان وثیقه میگن باند بذارم، ولی من آزاد باشم، میخوام برم فلوریدا، خونه دارم اونجا، میخوام برم نمیدونم این ور اون ور. یعنی اصلا این آقا دوزاریش نمیفته که چه خیانت، یعنی کانسپیرسی، توطئه بر علیه آمریکا و مردم آمریکا. تازه میگه بذارید من برم این ور اون ور. اینم از این ماجرا. و اما ممنونم این دوستون آقای شاهین دلنشینم آمده. من آقا چیزای شما رو میخونم آقای دلنشین، ولی من واقعا متوجه نمیشم. مثلا این ویدیوی آقای کی بوده، اسماعیل وفا، کسی که در دوره شاه نادان رفته کارایی کرده که گرفتنش، بعدن اومده نادانتر رفته به رجوی و اینها پیوسته، نادانتر نشسته شعر و تمجید و تمهید و سرود برای رجوی گفته، حالا که رجوی رو ول کرده و زنشم طلاق داده و اینها، آمده حالا تازه میخواد آویزون بشه به پادشاهی و بره بشه نوکر رضا پهلوی، اونم با این تیمور لنگ، سعید بهبانی، که یه نفر اون زیر درست نوشته بود، نوشته بود آقای بهبانی شما بیا بشه شاهک، اینا هم که دارن میان یکی یکی دنبال، یه مشتی نوری علا و فلان، اینها یه مشتی معلول واقعا. خلاصه شما اگه دوست داشتید آقای دلنشین یه وقت بیان مهمون ما باشید و من دیگه روی چیزای شما چیزی نمی‌نویسم و فقط چون دوستان بعضیاشون هنوز لطف میکنن می‌نویسن، من جواب اونا رو میدم. مثلا باز یکشون امروز پرسیده بود که آقای سوربی شما که میگید اینجوری بس ما چه کار کنیم؟ گفتم خمینی 40 سال پیش به هممون نشون داد که چجوری میشه موفق شد، بلند شید برید ایران، خیلی ساده. اگه رهبر دارید به رهبرتون بگید، اگه نه خودتون بشید رهبر، بلند شید 4 نفرم وردارید برید ایران و نمیرید. هر کدومتون یه منافعی دارید، یکیتون میخواین دخترتون فارغ التحصیل بشه، یکیتون میخواین پسرتون عروسی کنه، یکیتون استاک کوکاکولا خریدید میخواین بالاتر بره، یکیتون یه خونه خریدید دارید درستش میکنید، میخواین نمیدونم 100,000 دلار روش گیرتون بیاد، منافعتون. خود منم همینجورم، خود منم اینجا بچه دارم، نوه دارم، نمیخوام برم ایران، ولی من اینقدر شجاعت، شهامت، صداقت دارم میگم آقا من نمیرم ایران. ولی اونی که میگه جانم فدای ایران، خوش برو ایران، آقا 100 تاتون برین توی خیابون بخوابید ببینم ماشین میاد رو همه تون لیتون میکنه. شما که میگید مردم با شما هستن، پس دروغ میگید. این از خب دوستان عزیز، من امروز میخواستم این چیزها رو بخونم، اینایی که براتون نوشتم که صفحه اول چه چیزایی رو بگم. بعد دیدم که خیلی عقب افتاده داریم ما، نه اینکه ما از لحاظ فرهنگی خودمون عقب افتاده هستیم و کارمون خیلی خرابه، تو برنامه ها هی آمدم گفتم اینم امروز میگیم، اینم امروز میگیم، این یکی هم یادم رفته، اون یکی هم یادم رفته، الان خیلی عقب افتاده. گفتم دیگه اعلام نکنم، بذارم تمام چیزایی که قبلا اعلام کردم و نشون ندادم، اونایی که برنامه رو دقیق دنبال کردن گله کردن که آقا تو گفتی نشون ندادی، اونا رو نشون بدم و اونا رو دربارش صحبت کنیم. و پس انگار حقیقتا ما سرتیتر رو گفتیم، حالا بعد دنبالش رو میگیم. درباره سرتیتر، روز چهارشنبه 2 تا مهمون داریم، یکیش حضوری آقای خسرو بهرامی که بهش گفتم لطفاً سرتیتر بنویس، مثل اینجوری بینی من الان نوشتم برنامه خشت خام حسین دهباشی به اصطلاح تعطیل شد، چرا؟ یا نوشتم که تبریک به وزارت اطلاعات، آقای خسرو بهرامی از نیویورک مهمان ما هستن، پیام دوست اسمانی درباره بهائی‌ها، پیام آقای حسن ارشاد، یادتون روز جمعه گفتم یه نفر از ایران زنگ زده، آقای حسن ارشاد، غده سرطانی از سیر فرار میکند به طلا نزدیک میشود، باورتون میشه؟ NBC امروز نوشت که رابرت مولر مدارک گفت، رابرت مولر این بازرس مخصوص، هر وقت اسم این رابرت مولر میاد یادم به بازرس شاهنشاهی میفته. آقای آریانپور هم آمدن، اجازه بدید که من یه چند دقیقه براتون این سوربی با مردم رو نشون بدم تا با ایشون بیایم بشینیم و با هم برنامه رو اجرا کنیم. گوشی خدمتتون باشه یا باشید تا من بر
آریان پور هستیم و خوشحالم که بالاخره با وجود میگن تصادف شده توی جاده، خوشحالم که تصادف شما نبوده. بعدش تعریف کردم برای مردم که من وقتی اومدم آمریکا صبح 66 از این وری ترافیک بود، عصر از اون ور. الان دیگه فرقی نمیکنه، صبح از ظهر همیشه شنبه و یه شنبه هم شروع. دلیلی که من این بار از آقای آریان پور دعوت کردم ویدیویی بود که هفته گذشته که از دوستان فرستاده بود و شخصی به نام آقای حمید احمدی، نه؟ بله. حمید احمدی که ایشون هم توی نیرو دریایی بودن صحبت کردن راجع به بهرام افضلی، ناخدا بهرام افضلی که به اصطلاح اعدام شده. و جالبه که این آقا گفت که آقای بهرام افضلی یک نقشه ای رو به اصطلاح عملی کرده توی جنگ که اولا باعث شده خیلی از کشتی‌های ما به اصطلاح مورد حمله قرار نگیره و یه جورایی ایشون میخواست بگه که به اصطلاح کار خیلی بزرگی بود. خداییش من تا گوش دادم، با وجود که من تجربه‌ای در نیرو دریایی ندارم، دیدم همینجا وقتی یه طوفان میخواد بیاد کشتی‌ها رو میبرن وسط آب، چون اونجایی که آب و ساحل با هم برخورد میکنن معمولا تلاطم و موج و اینها زیادتره، کشتی‌ها رو میبرن. بعد که این طوفان استورم گردباد هر چی بود رد برمیگرده میاد. حالا ایشون این کارو کرده یا نکرده من نمیدونم، ولی از شما میپرسیم. این فیلم رو هم دوستان زیر فیسبوک براتون لینکش رو میذارم، اتفاقا برای شما احتمالاً بعد دیگه تو جاده بودید. یه لینک دیگه هم فرستادم که ایشون سالها پیش گویا آقای حمید احمدی اون موقع برلین زندگی میکرده، اونجا هم مصاحبه کرده، نظرتون رو در این مورد هم میخوام. پس از سلام و خوش آمد، شما هم با دوستان حال احوالی کنید و ماجرای این آقای ناخدا بهرام افضلی و این دوستمون آقای حمید احمدی رو بفرمایید. اگر ممکنه شما فلش رو در همین حالی که شما صحبت میکنید من اون فلش رو هم آماده میکنم. این ویدیو رو من دیدم و تعجب کردم که آقای حمید احمدی ایشون رو قهرمان ملی ایران خطاب میکنم. من ایشون رو از درجه نوبان دومی میشناختم در سال 50. منظورتون آقای احمدی یا آقای افضلی؟ افضلی افسر دریایی بود، رشته مهندسی رو در ایتالیا گذرانده بود، لیسانس مهندسی دریایی داشت. در سال 50 به دستور شاه منو مأمور کردن که برم از پایگاه های دریایی جنوب بازدید کنم و نتیجه گزارش سالیانه را. وقتی میگی جنوب یعنی بوشهر و عندرباز؟ خارک، بوشهر، خرمشهر، عندرباز و نخیر و حدود 9 جزیره که متعلق به ایران در خلیج فارس بود. این یه بازرسی سالانه است که توسط سرای نظامی از کلیه پایگاه ها، سربازخانه ها و واحد های نظامی میشه و گزارش کار و نتیجه عملیات یک ساله ارتش و برز پادشاه میرسن. این افتخار به من داده شد و من رفتم بوشهر. ایشون در اون موقع رئیس کارخانجات بوشهر بود. من خلاصه‌شو میگم، نتیجه بازرسی من از کارهای فنی ایشون بسیار بد بود، بسیار بد بود، به طوری که هزارون بلکه چند میلیون تومان وسایلی رو که برای ایجاد مدارس حرفه‌ای نیرو دریایی خریداری شده بود اومده بود، به جایی که اینا رو نصب کنه در هوای آزاد که از بالا بارون و نم و از پایین نمک، این وسائلی رو که ایران با پای از طریق دادن نفت و
به کشورهای اروپای غربی گرفته بود از بین رفته بود، که من یه گزارش مفصل نوشتم که ایشون در کارش اهمال کرده و بایستی تنبیه بشه. سالها بعد که من شدم معاون فنی و لوجستیک نیرو دریایی، ایشون منتقل شد به مدیریت فنی که یکی از مدیریت‌های زیر امر من بود، این مشغول شد. ولی به تدریج پی بردم که این یک نقصی در کارش وجود داره، دائما میاد پشت در به اتاق ها میسته، جایی که جلسه است، و گوش میده که چه خبره. بررسی که کردم دیدم ایشون پدرش یک آخونده اهل شمال ایران و از طبقه پایین بوده، از لحاظ مالی، از لحاظ سواد و اینا عرض نمی کنم پایین، چون خیلی اونایی که در طبقه پایین هست اشخاص درس خونه با سواد فهمیده هستن. بررسی کردم و دیدم این تمایلات زیادی به چپ‌ها و توده‌ها داره و این اخباری رو که میشنوه از سازمانی که تحت امر من بود درز میکرد به خارج. میدونید ما جلساتی که بین رؤسای اداراتمون داریم مشکلات رو بررسی میکنیم و دنبال راه حل میگشتیم، نه اینکه اینو بخوایم هوار بزنیم به اطلاع همگان برسیم. بعد میدیدیم به هر حال من نسبت به ایشون همیشه بدبین بودم. در دورانی که انقلاب شد، یعنی سوء زن داشتید؟ سوء زن داشتم. انقلاب شد، همونطور که میدونید دکتر مدنی شد فرمانده نیرو دریایی و وزیر دفاع. ایشون به من تلفن زد، البته من اون موقع در نیرو دریایی نبودم، 4 سال قبل از انقلاب به علت چیزهایی که در نیروی دریایی و ارتش می دیدم و هیچ کس نمی خواست این مشکلات و این سهل‌انگاری ها و این فسادی که وجود داره در ارتش ترتیب اثری بدن که جلوشو بگیرن یا به عرض پادشاه برسونن. دلیلش این بوده که خودشون هم جزوش بودن، به همین خاطر. ببینید من نمیرم در اون حد. من میگم هیچ وقت بالادستی خودش دوزی نمی کنه. عوامل زیر دستن که کارهای دوزدی رو چپاول انجام میدن، سهم بالادست رو تقدیم میکنن. به هر حال من از نیرو دریایی آمده بودم بیرون در سال 1353، یعنی 4 سال قبل از انقلاب. من نامه هاشو دیدم همه. با وجود این که به من اثاری، یعنی ارتش بود اثاری، گفتن اعلیحضرت فرموده هر شغلی میخواد در ادارات دولتی به ایشون بدید، عرض کردم من شغل نمیخوام. ایشون گفت پس چه کار میخوای بکنی؟ البته من یک کلمه بسیار زشتی به کار بردم، گفتم میخوام این کار رو بکنم که منافعش تو جیب خودم بریزه، ولی الان کاری که من خیلی میخونم خیلی زشته، اون کلمه نمیتونید بگید اینجا جاکشی. چون شما بعض وقتا برای کلمه تیمسار هم میگید دیگه، سمساریش مونده تیمسار. واقعا نه عرض کردم الان کاری که من انجام میدم سودش تو جیب شما میریزه، ولی اگر اون کار رو شروع بکنم سودش تو جیب خودم میریزه و مشکلات مالی از اون جهت حل میشه. ایشون انگار نه انگار که من به بالاترین مقام ارتشی در پشت میز اداریش دارم این حرف رو میزنم، از این گوش شنیدن از اون گوش در رفتن. من از نیرو دریایی اومدم بیرون در حالی که 9 روز بعد
سرلشکر می شدم. معمولا وقتی می خوان درجه بدن از ماها نه روز بعد از ماها قبل بررسی می کنن و اشخاصی رو که می خوان درجه بدن به طریقی بهشون می فهمونن آماده باشید که این. با وجود این من رفتم دنبال کار آزاد که تخصصم بود. تخصصم هم کشتی سازی، طراحی کشتی، چه جنگی چه تجارتی. به هر حال من رفتم کارخانه ای رو در آبادان در کنار شاتو العرب که ما بهش میگفتیم این تیکش و ارغند رود، مانعی هم نداره هر کس گوشه ای رو از مملکت خودشو به هر نامی دلش میخواد میتونه به نامه. به هر حال مثل من و همسایم الان، مثلا من به شما میگم طرف من پارک کنید، با وجود که همین خیابونه، میگم طرف من پارک کنید، اون میگه طرف من پارک کنید. میخواد بگه اختلاف ما هم همین بود. حقیقت اینه شط العرب متعلق به کشورهای عربی. چرا؟ سرچشمه اینها از سوریه میاد. درودخانه دجله و فرات از اونجا سرچشمه میگیره، از کوها میاد در نزدیکی بصره. این دوتا رود یکی میشه، اینه که بهش میگن شط العرب یا اونا میگن بین النهرین یا میان دو. بله. بعد وارد میشه مرز ما، از نقطه در اونجا شروع میشه که این ور ایرانه، این ور عراقه. انگلیس ها وقتی عراق رو به وجود آوردن برای اینکه دست ایران رو از رسیدن به دریا کوتاه کنن، همه این رودخونه رو جزء عراق کردن. فقط گوشه‌ای که در آب جزر خالی میشد از اون نقطه رودخونه ما بود، یعنی هیچی. فقط در آب مد یه مقدار آب کم داشتیم، یه متر مثلا. ولی خب حالا وارد اون نمیشیم. کارخونه به وجود آوردیم با اطلاعات و دانشی که در این مورد داشتم، ضمن این که چون سر خورده بودم میخواستم ثابت کنم من قادرم یه کار صنعتی رو انجام بدم که به نفع کشورمه. این کار رو شروع کرد. انقلاب که شد، احمد مدنی شد وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی. ایشون چون به کار وزارت می رسید به من تلفن زد که فلانی اگه میشه بیا. من چون در نیرو دریایی نیستم، به من در اداره نیرو دریایی مخصوصا در اداره امور فنی و لوجستیکی کمک کن، که من اومدم. همون موقع من متوجه شدم که همین آقای افضلی موقع به صورت مشاور کار میکردید یا اینجا مثلا میگن بیچیره و مواجه و حتی چایی که میخوردم در اونجا پولشو میدادم. با ماشین خودم میومدم با لباس شخصی، نه انتظاری داشتم نه هیچی. وطنم برای من مهمتر بود. دلم میخواست که حالا انقلابی که شده خوب یا بد، ما نذاریم لطمهی به نیروی دریایی بخوره، چون همه به فکر خرابی بودن. خراب یه عده به فکر فرار، یه عده به فکر خرابی. نه، فراری ها شاه الله ها بودن که هر که کدومشون مثل یه موش به یه گوشهی به یه سوراخ. معمولا اینا کسایی هم بودن که با کارهایی که کرده بودن باعث انقلاب شده بودن. یعنی حالا اون داستان مفصلی قضاوت درش باید بیشتر صحبت بشه. گناه همش گردن اونها نبود، چون در رژیمی که به همه یاد بدن هیچ غلطی نکنید مگر بالادست فرمان بده یا از شما بخواد این کارو انجام بدید. این بود که ما همیشه منتظر گرفتن فرمان بودیم، که هنوزم اون سیستم
در ماهایی که 38 سال پیش فرار کردیم اومدیم، هنوزم منتظریم که یک کسی پیدا بشه به ما فرمان بده که چیکار بکنید. بگذاریم. به هر حال من که میرفتم هر روز علاوه بر شغل خودم در نیرو دریایی، میدیدم که این افسری با یکی دو نفر دیگه مشغول خرابکاریه. یکی از کارهای مهمش کلا ایدئولوژیش چی بود؟ کمونیست بوده چی بوده؟ عرض میکنم. من اول فکر میکردم این طرفدار آخونده، چون پدرش آخوند بوده. آها، اوکی. ولی بعد پی بردم نخیر، با کارهایی که میکنه. یعنی چی کار کرد؟ اومد تمام افسرهایی که از خودش حتی یک روز ارشدتر بودن به دلایلی اینا رو درخواست بازنشستگی کرد و از پشتیبانی آخوندان برخوردار بود. می اومدن می گفتن یعنی از قدرتش سوء استفاده کرد اینجوری شدیدن. یعنی هر کس میشه بگیم یک کم هم به خاطر همین که پدرش آخوند بوده مثلا اونجا نفوذ داشته این کار کرده، به خاطر پدرش میتونست در سیستم آخوندی نفوذ کنه. به هر حال تمام افسرها رو بازنشسته کردن و اونجایی که اومد که وسائلی رو که ما از امریکا در دوران شاه خریداری کرده بودیم که مقادیرش چندین بیلیون بود، 10-15 بیلیون دلار وسائل بود و بیشتر این وسائلم آماده بود در روی اسکله‌های بندری در تگزاس که دائما مستشارای امریکایی که هنوز از ایران نرفته بودن می اومدن پیش من و همینطور و آتاشه دریاداری امریکا در ایران که یک سرهنگ دو آتاشه هم وابسته نظامی میشه. وابسته با. نظامی می اومد می گفت که این وسائلتون رو چیکار کنیم، اینا توی هوای آزاده خراب میشه و ترتیبی بدید. که من دائما با گروه مربوطه تماس می گرفتم، آقا ترتیب بدید کشتیرانی ملی آریا که به امریکا رفت آمد میکنه این که بارها رو روی چیز بذاره. ولی میدیدم به طریقی مانع حمل این کالا میشن. بعد از چند وقتی هم شنیدم که بازرگان رو وادار کردن که تمام سیستم هایی رو که با امریکا قرارداد بسته بودیم و پولش هم پیش داده بودیم لغو کنن. حتی یه گروهی هم اینجا بودن از ایرانی ها، گروهی بود که فیلمش کارها هست، رو انجام میداد. که واقعا همون موقع من تعجب کردم که چگونه ممکنه چیزی رو که ما خریدیم پولشو دادیم، از جمله 3 زیردریایی قدیمی امریکایی رو خریدیم، نوسازیش کردیم، مدرنایزش کردیم، سیستمای اجدرش رو تکمیل کردیم، سیستم الکترونیکیشو، یعنی مقادیر عمده اجدر همین تورپیدو میشه؟ تورپیدو میشه. زیردریایی آماده بود، یکیش تحویل ایران شده بود، گروهش هم 2 دوره دیده بودن در امریکا، یعنی آماده بود قبل از انقلاب که بیاد. حالا این دست اون دست این دست اون دست نمی اومدن. منم که از تهران نمیتونم. افسری بود که الانم اینجاست به نام ناخدا سیاوش ستوده، ارشدترین فردی بود که در سفارت امریکا به سر میبرد. ایشون هر روز باش تلفنی حرف میزدم، میگفتم ستوده این وسائل رو حمل کن، بی خود اونجا نگه ندار. یه ذره من میکرد و اینا یه دلایل بی خودی میابرد. چون من در اینجا نبودم نمیتونستم بگم این دلایل درسته یا غلطه. بالاخره این زیردریایی رو که مال ما بود پس دادم. توجه کنی، یعنی هر زیردریایی اقلن
$30-40 میلیون با هزینه آموزشی که افراد دیده بودن پس دادن. ببخشید، یعنی ایران پس داد به آمریکا یا آمریکا گفت میدیم به ایران؟ نه خیر، امریکا به ما پس مال ما بود. بله بله، پس یعنی بهتون داد دیگه پس. نه خیر، ایران خب پس داد به امریکا، گفتن نمیخوایم ما. وقتی پس میدی چیزی رو که خریدی، پولشو دادی، مدتی داخلش بودی فلان، که چی بشه؟ همون پولهایی که 13-14 میلیارد دلار ما در اسکرو اکانت بود فریز شد. به هر حال بگذاریم، نگو همین آقای افضلی دست داشت داخلش. مدتی گذشت، مدنی استفاداد، رفت استاندار خوزستان شد. به جای خودش یه دوست دیگری داشتیم به نام دریادار محمود علوی، انسان با شرف، فهمیده و علاقه مند. این شد فرمانده نیرو. افضلی دید که این اگه باشه خودش هیچ وقت نمیتونه فرمانده بشه. ترتیبی دادن که در خونه این مقداری تریاک و مشروب گذاشتن. پاسگاه، پاسدارا و بسیجی ها و نمیدونم ساواما رفتن ریختن خونه فرمانده نیرو. بله، ایشون تریاک داره. کی بود اسمش؟ علوی گفتین اسمش؟ محمود علوی. الانم زنده است، فکر کنم حدود 90 سالشه، ولی چندین سال 5 سال زندانش کردن برای کاری که نکرده بود. بعد از اون همین آخونده آقای افضلی رو فرمانده نیروی دریایی کردن و ایشون با خیال راحت دستورات کاگبه روسیه رو از طریق حزب توده ایران انجام میداد. چه من مدارکی رو که الان عرض کردم در حدود 450 مدرکه، من از خودم در نیاوردم، نتیجه ریسرچیه که پس از اومدن به امریکا به مرکز اسناد امریکا در کتابخانه کنگره رفتم. اون موقع به صورت کامپیوتری در نیامده بود، مایکروفیلم، مایکروفیلم هم نشده بود. چون سالها بعد دادن به هندوستان، اینا رو مایکروفیشش کردن. ولی اون موقع روزنامه بود، فلان بود. من مدت‌های طولانی روزنامه‌های قدیم ایرانو که چند تا ورق می‌زدم و اون اطلاعاتی رو که برام جالب بود در آوردم، اینو به صورت روز شمار تاریخ نوشتم. یعنی از همون ماه اول انقلاب تا 31 شهریور 1359 که عراق به ایران حمله کرد، بر مبنای تاریخ که امیدوارم بتونید نشون بدید، من اینو در آوردم و نشون میده که بالغ بر 387 مرتبه عراق در این مدت به ایران تجاوز کرده. طیاره اومده، بمب انداخته، کشتی‌های نیرو دریایی رو غرق کرده، به سرزمین ایران تجاوز کرده. یعنی این برای اونایی که میگن ایران حمله کرده، حتی سازمان ملل و اینا رو هم قبول ندارن. ندارم. البته ناگفته نماند که ایران اون شعارهایی که میداد یه مقداری باعث میشد که اسلام رو میخوایم صادر کنیم. خدمتتون اینو عرض خواهم کرد. من الان اینو دارم نشون میدم، روز شمار پیش از جنگ. بله. سال 1300. همینطور بی زحمت از بالا تا پایینش برید نگاه کنید. در بالا تاریخ داره، موضوع رو من خلاصه نوشتم. بله، مثل سرتیتر.
اینهایی که قرمز، من البته از اینجا نمیبینم، من براتون میخونم اگر... تقاضای خودمختاری هیئت نمایندگی عرب زبان در خوزستان از دولت. پس ببینید از همون موقع شروع کرد عراق تحریک میکرد. البته مدارک من نشون میده چگونه تحریک میکرد، چگونه به اینا اسلحه میرسوند، چگونه تجاوز میکرد. لغو قرارداد خرید 6 فروند زیردریایی از آلمان توسط ایران 1 میلیارد مارک. بله ببینید لغو کردن چیزی رو که ما خریدیم، پولشو دادیم و شروع کردن بسازن. نمیتونید همینطوری یک طرف لغو کنید. بکنید کمپانی که اینو میسازه ادعای خسارت بکنید. بله یعنی از همون اول کشورهای دیگه هم با عراق شروع کردن به ایر برالن. دقیقا بله. شروع کردن. دوستان نگاه کنید تاریخش هست 1358 و ایشون خیلی مرتب همه اینها رو ردیف کرده و باورتون نمیشه من برای چند تا از دوستام امروز فرستادم گفتم شما به نظم و ترتیبی که این آقای آریانپور داره دقت کنید. بعدش هست اقدام ایران برای کاهش تعداد ارتشیان و عدم نیاز ایران به ارتش 500,000 نفر. آها این یکی از چیزهایی که شایعه انحلال ارتش هم بود. علیه دکتر مدنی میگن ایشون وقتی اومد ارتش رو فرو پاشان. چرا؟ مدت سرباز در برای خدمت در ارتش حدود 2 سال بود، ایشون کردش 1 سال. من دلیل اینو براتون میگم، این افرادی که در اون دوران 2 سال آخر یعنی 56-57 وارد ارتش شده بودن، تمامشون افرادی بودن که از طرف انقلابیون تشویق شده بودن در ارتش نفوذ کنن. آها. چرا ارتش ما پاشید؟ برای اینکه افرادی که در اونجا بودن، سربازی که مسئول حفاظت از یک پادگان، حفاظت نمی کرد، در رو باز می کرد، می گفت بیایید همه داخل بشید. وقتی طرف دنبال ایدئولوژیش باشه براش چیز مهم نیست. مدنی تنها راهی که می دید که بتونه این ارتش رو از این افراد پاک کنه، گفت من خدمت رو 1 ساله می کنم که شماها برید افراد جدید بگیره. کما این که شما 5 ماه پایین تر که برید یادم بعد عوض شد. بله 1 سال رو کردن 18 ماه. یعنی این که چی؟ یعنی به اون هدفی که میخواستن، اشخاص مؤمنی که به ایران علاقه دارن نه به دین، به دین. بله. اینا رو وارد، یعنی به جای مذهبیون وطن پرستا بیان. هدف این بود که البته مدنی رو کوبیدن که تو خیانت کردی فلان، ارتش ضعیف کرد. ولی ارتشی که به قول شما، این چندین بار شما گفتید خیلی هم صحبت درستیه، ارتشی که بخواد با اونایی که وظیفه هستن به اصطلاح به جنگه، اصلا نمیشه بهش اطمینان کرد. نمیشه. چون وظیفه‌ای که با یه حقوق خیلی کم آوردن، حقوق نمیدادن، بعد اصلا ناراضیه از شهر و زندگی و خانواده خودش، دوره، هر روز داره میشماره. خود ما روز شماری میکردیم که تموم بشه خدمتمون بریم. اینو نمیشه نگه داشت. نیروی دریایی عراق به منطقه خسروباباد واقع در جزیره آبادان تجاوز کرد، روزنامه کیهان. خود من از طرف جهاد رفتم خسروباباد با اون آقای استقامت و آقای عالمچهر و اینا، کارخونه یخشون رو درست کردیم برای اونایی که تو جبهه بودن به اصطلاح یخ بفرستیم، چون واقعا اونجا گرما قوقا میکنه. این ماجرای خسروباباد من یه مقداری میدونم چون خودم اونجا بودم. نیروی دریایی عراق به منطقه خسروباباد واقع در جزیره آبادان تجاوز کرد. چه تاریخیه؟ 1358 ده سه که میگیم، یعنی خرداد. بله دهم خرداد، یعنی 5 ماه بعد از انقلاب عراق به ایران تجاوز میکنه. بله. حالا همینطور برید پایین. بله. بعدش باز تو همین ماه خرداد نیروی هوایی عراق به آسمان مرزی اروندکنار در حومه خرمشهر تجاوز کرد و منطقه را مورد شناسایی قرار داد. بعدش باز
تو همون ماه خرداد، هنوز چیزم نیومده، تیر نیومده، نیروی هوایی عراق در جنوب جفیر به فضای پاسگاه مرزی طلایه جدید تجاوز کرد، روزنامه کیهان. بعدش پیشنهاد امیر انتظام مبنی بر لزوم استفاده از تکنسین های آمریکایی در ایران. اینجا تهمتی که به آقای امیر انتظام میزنن که تو طرفدار امریکایی، تو خیانت کردی، ایشون میگه امریکا که تمام اسلحه ایران رو تامین کرده و کادر فنی و عملیاتی ایران اونجور قادر نیستند از این سیستم ها و دستگاه ها استفاده کنند، بعد نیست ما از اینا استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه به این طریق میخواست ارتباط رو برقرار کنه که یک دشمن قوی شروع به دشمنی با ایرانی. اگه یه همچین کاری شده بود، ممکن بود حمله به سفارت هم انجام نمیشد. نمیشد، 100% نمیشد. اتفاقا توی این صورت ها میبینید چه خلافکاری هایی ما کردیم. ببخشید از این روز شمار یک گریزی بزنیم به این ماجرای آقای حمید احمدی که همینجا هست، یعنی کالیفرنیا هستن یا اینجا هستن؟ ایشون اروپا هست. اروپا هست. پس البته اوکی. در انقلاب که میشه این توده یا جون میگیرن، شروع به فعالیت نسبتاً علنی میکنن. یکی از اینها آقایی بود به نام حمید احمدی، این افسر نیروی زمینی بود. اوائل چون نیرو دریایی به اندازه کافی کادر افسری نداشت، اینها رو از نیرو زمینی که دانشکده رو تموم کرده بودن، دلیلش این بود که نیرو دریایی جدید بود نسبتا، بله، وارد نیرو دریایی می شد. در مرکز آموزشی که من 3 سال فرموندش بودم در شمال، 1 سال دوره دریایی، اونم تئوری، به اینها یاد می دادیم. و این افسرهایی که تازه ستوان دوم نیرو زمینی شده بودن، بعد از 1 سال پایان تحصیل داشتن و می فرستادیمشون به مدت 1 سال در روی ناف ها زیر دست افسران با سوادتر با تجربه تری کار بکنه. ایشون یکی از اونها بود. پس ایشون یعنی تودهی هست؟ افسر دریایی به اون صورت نبود، نبوده، تودهی بود. اشتباهی که فرمانده بعدی نیرو دریایی یعنی دریا سالار حبیب اللهی کرد، وقتی به جای رمزی عطایی که به جرم دزدی و فساد زندانی و اخراج شد، حبیب اللهی فرمانده شد و ایشون افسر پاکی بود، دزد نبود. به هر حال حتی اگر دزد بود، بعد از اون اتفاقی که در نیرو دریایی افتاد و 5 امیر و 37 افسر ارشد زندانی کردن و بالغ بر 64 میلیون تومان از اینا پس گرفتن. این پولای بوده که تونستن بگیرن ازشون، که میتونستن به حسابه. به هر حال حبیب اللهی بعد از این مجبور بود انسان پاکی باشه، ولی تینتن ایشون افسر پاکی بود و دزدی نمی کرد. من تا اونجایی که اطلاع دارم با همون حقوق و مزایایی که داشت زندگی می کرد. به هر حال ایشون یه اشتباه بزرگ کرد. دفتری داشت به نام شورای فرماندهان، مسئولشو این حمید احمدی که ستوان یکم یا ناوبان یکم بود گذاشت. غافل از این که این مأمور کاگب است، شورای فرماندهان تمام مطالب محرمانه نیروی دریایی رو فرماندهان پایگاه ها، فرمانده ناو ها ماهی بار جمع می شدن، مشکلاتشون رو
در میون میذاشتم و دنبال راه حل بودم و گزارشی تهیه میشد که حبیب اللهی میبرد خدمت اعلیحضرت و نشون میداد که ما این مشکلات رو داریم، اینم برنامه مونه که اینها رو رفع کنیم. آقای حمید احمدی تمام این گزارش رو میبرد از طریق حزب توده در اختیار کاگبه میذاشت. شما اینو خیلی با اطمینان میگید، از کجا؟ یعنی همون موقع معلوم شد این چیزا؟ یا ببینید، من آدم فضولی در زندگی بودم، کاری که میکردم میخواستم بر مبنای اصول انجام بدم. و اجازه بدید من یه چیز به شما نشون بدم که مدرکی باشه. ای کاش یه روزی من فرصت کنم با دوربین برم خدمت آقای آریانپور و این مدارکی که ایشون سالها اینجوری مرتب، البته الان دارن روی اون وبسایت و بلاگشون میذارن که واقعا جای تشکر داره. اینا رو دوستان شما ببینید، تاریخایی که مثلا این اپریل 1950، 24 اپریل بذارید 50 اروپایی، یعنی 57 سال پیش با این نوشته ها. اینا رو عکس گرفتین، رو بلاگ هست یا هنوز در حال تهیه هست؟ ببینید، اولین چیزی که وقتی ما به عنوان یه دانشجو 18-19 ساله رفتیم انگلیس، این ژورنال دیگه، بله، در مراکز علمی دریایی آموزش ببینیم، این بود افسر مربوطه اومد این کتابچه رو به هممون داد، گفت این موظفی هر روز وقایعی رو که مشاهده میکنی و جالبه توی این یادداشت کنی. آخر هفته اینو میگرفت و میبرد مطالعه میکرد. الان یکی دوتا شمشونتون میدن تا ملاحظه کنی. آها، اینجا نوشته، بله، great، okay. Very good. Okay, very good, but... تاریخ امضام کرده، تمامش هست. دقیقا مثل یه دانشجو که هومورکشو میبرن باید بکنه. بله، دیدم، باز باید اینجام بشته. بری گود اینجام نشته بود گود. بله بله، ببینید، اینو به ما یاد دادن، گفتن این مهمترین کاریه که یک افسر باید بکنه. اتفاق کلیه اتفاقاتی که در روز براش رخ میده و مربوط به کارشه، نه خصوصی، بله بله، در رابطه با کار، باید بنویسی و همه عمرت اینو ادامه بدی. هم نوشتن اینجا خاطراتشون یا جورنال می‌نویسن اینجا. ببینید، بله. همه اینها تاریخ‌ها رو، وقایع رو قشنگ میارن. تنها کشوری که هیچ وقت روز شمار نداشته کشور ماست. ما هیچی رو دنبال نمی کردیم. البته دربار روز شمار داشت که شما استناد کردیم. الان عرض می کنم. اینو نمی کردیم. این روز شماری مثل همون خاطراتیه که یک فرد باید بنویسه. بچه زن من 61 ساله خاطرات روزانه‌شو نوشته. من بهش یاد ندادم، چون دورگه بود، مادرش فرانسوی بود، او بهش یاد داده بود. هنوزم الان در سن 84 سالگی هر روز اینا رو یادداشت میکنه که این شده یک کتاب به این قطوری. این چیزیه که در کشور ما وجود نداشت. بیشتر حرفایی که آقایان یا خانمهایی که میزنن اونیه که در مغزشونه، که اکثرا هم اشتباه میکنن. الان این روشه رو... توی نیرو دریایی بعد چیز نشد به اصطلاح؟ متاسفانه نشد. بنابراین دوران جنگ 8 ساله ایران، اگر این وقایع رو مسئولین یادداشت میکردن یا خودشون حوصله نداشتن، هر پادگانی یه نفر نویسنده رو وادار میکردن وقایع مهم رو یادداشت کن.
الان ببینید بالغ بر 29 سال از تمام شدن جنگ ایران و عراق گذشته، هنوز ما نمیدونیم چی شد چی نشد، چرا عراق اومد، چرا ما نکرد. به هر حال ببخشید آقای آریان‌پور، ما 5 دقیقه دیگه باید یه برنامه رو از خلیج فارس پخش کنیم. فقط یه سوالی در رابطه با آقای افضلی، ایشون سال 1362 اعدام شده، اینجا نوشتم من، اجازه بدید. بله 1362 دستگیرش میکنن، اول بهش میگن بیا مثلا میخوایم ریپورت گزارشی چیزی ازت بگیریم، ولی وقتی میره حبسش میکنن و به اصطلاح بعدم اعدامش میکنن. شما اون موقع نبودید تو ایران؟ نه خیر، من اون موقع جزو فراریان بودم. بله. و خودتون در سابقه ای که بوده، حالا حتی در دوره قبل از انقلاب، هیچ وقت یک کیس اینجوری بود مثلا یه نفر جاسوس باشه تو ارتش ایران؟ بود، من مطمئنم، چون خودم بهشون برخورد میکردم، میدیدم که عمدن خرابکاری میکنه. خرابکار با جاسوس دشمن بودن چه فرق داره؟ خرابکار خرابکار. آقای افضلی چندین بار خلافکاری کرد، با وجود اینکه 387 گزارش بود که عراق میخواد حمله کنه به ایران، ایشون هیچ وقت اقدامی نکرد که پایگاه دریایی خرمشهر که بین ایران و عراق قرار گرفته بود و میتونست مورد حمله عراقی ها قرار بگیره، عملی انجام بده. این آقای حمید احمدی میگه بله، برای اینکه بفهمید، ایشون 5 روز قبل از شروع جنگ دستور داد ناوهای ایران رو از خرمشهر بفرسته به دریا. آقا برابر این مدارکی که من نشون دادم، یعنی حقیقتا ضعیف کرده با این کار. یک سال و خورده ای ما انتظار داشتیم عراق حمله کنه به ایران. یک سال و خورده ای آقای افضلی میدونست که این حمله میشه، میاد 5 روز آخر میره. بله اون 5 روز اونیه که روسها بهش گفتن داره اتفاقاتی میفته، اینا رو برتو برو. اولا ناوی ما در خرمشهر نداشتیم، چون خرمشهر عین یک تله بود، یعنی تنها راه حرکت کشتی ها به طرف خلیج فارس از طریق اروندرود بود که این ورش کاملا مرز عراق بود، با تفنگ و گلوله و توپ میتونستن تمام کشتی ما که رد میشه از حرکتشون جلوگیری کنن، جلوگیری کنن. یا صدمه بزنن، یا صدمه. بعد کشتی رو بردن دردی دوانه میکنه، تو نیروی کماندویی که در اختیار داشتی که تعدادش هم خیلی خوب بود که بعدن هم در جنگ نشون دادن که اینها واقعا قابلن که کارهای خوب جنگی انجام بدن، چرا آمادشون نکردی؟ چرا تجهیزات لازم و گلوله، مهمات لازم در خرمشهر که میدونستی از اینجا عراق وارد ایران میشه چرا ندادی؟ چطور شد در همون یک روز، 7 روز اول، عراق 130 کیلومتر وارد خاک ایران شد و هیچی جلو درش نبود؟ پس تنها نیرو دریایی خطاکار نبود، نیروی زمینی هم خطاکار بود. نیرو زمینی چی کار میکرد؟ پادگان هایی که در اهواز، در جاهای دیگه در مرز ایران و عراق بودن، وظیفه شون چی بود؟ وظیفه شون این بود که آماده باش باشن. به هر حال این مدارک من با کمال میل از شما خواهش میکنم، هر کس میخواد در اختیارش بذارید بیاد مطالعه کنید. بله من یک کپی از اینا دارم دیگه، همون که برای من فرستاد. آقای حمید احمدی بیان اینا رو همین میخواستم بگم. آقای احمدی هم اگر شما حرفی که آقای آریان‌پور میزنن به نظرتون
اشکالی درش هست شما میتونید بیاین نظرتون بگید. یه سوال از شما، شما میخواین صبر کنید تا این 16 دقیقه اون برنامه پخش بشه بعدش باز باشین؟ با کمال میل من میستم، برای اینکه اجازه بدید اطلاعاتی که به هموطنان میدیم کامل باشه، کامل باشه که برداشت غلط نکنید. بله دوستان عزیز، اجازه بدید این قسمت 27 برنامه عقل بشر رو که دوستمون زحمت میکشه از خلیج فارس تهیه میکنن براتون پخش کنم. بعد توی این فاصله هم ما یه بریکی بگیریم، به قول آمریکایی استراحت کنیم، همین که باز دنباله این برنامه رو ادامه بدیم تا به یک جایی برسیم. و باز هم میگم طبق معمول در تلویزیون مردم که هر کسی میاد صحبت میکنه و از کسی اسم میبره، طرف مقابل حق داره و این حق براش قائل میشه که بتونه اونم طرف خودش رو بگه. آقای حمید احمدی من فکر میکردم در کالیفرنیا هستم، ولی گفتم یه ویدیو هم امروز براتون فرستادم که از IRTV برلین بوده، یه خانمی با ایشون مصاحبه کرده، در همونجا هم هست، در آلمانه. اینم اگر دوستان بخوان من لینک شو براتون میذارم. دوستان اگه سوالی در این مورد دارین تو این فاصله ای که این نوار پخش میشه بگید تا بعد در قسمت دوم برنامه بخونیم و با هم باشیم. پس با هم باشیم برنامه رو به اصطلاح دنبال کنیم. مرسی. اجازه بدید من اینو عوض کنم بیام اینجا. نه اوکی هست. و این هم این پیام. با سلام مجدد به موش کافی مغز بشر ادامه می دهیم. بارها در این گفتارها اشاره کردم که عقل بشر بدون تشخیص و اراده پیرو عموم است. یکی از علل این پیروی تنبلی و بیمیلی به اندیشیدن است. انسان در روان خیش با همراهی از جماعت این قناعت و یا آرامش را میابد که به خود بگوید خب همه اینطور میکنند. اگر کسی برخلاف عموم رفتار کرد رسوا میشود، مورد تنفر اکثریت و دوری از او منجر میگردد. هل دادن فرد و یا راندنش سوی رفتار و کردار و گفتار عمومی از تمام جهات در همه اجتماعهای بشری انجام میپذیرد. شخص بدون اراده از رفتار عموم تقلید و این بی ارادگی را احساس نمی کند. همه بدون دلیل و منطق این سو و آن سو می روند و مادامی که این طرف و آن طرف گرایی عمومی سببی برای اندیشیدن به خاطرشان خطور نمی کند. یک سال پیش به عراق مسافرت کردم. از سفر قبلی نزدیک به نیم قرن می گذشت. در نیمه قرن پیش عراق از تمام کشورهای همسایه و منطقه پیشرفته تر بود. همه راه‌های داخل و میان شهرها اسفالت، آب آشامیدنی و برق در اغلب ده‌ها به مردم رسیده و از وضع بهداشتی نسبتاً خوبی برخوردار بودند. در همان وقت اکثر راه‌های آسفالت در ایران در نزدیک شهرها شروع و پایان می‌گرفت و بیشتر راه‌ها با ماسه پوشیده بود. هنگام فرار شاه و ثریا در اولین دیسگاهشان در بغداد، ملکه وقت را به فروشگاهی به نام اورزدیباک بردند تا برای خود لباس انتخاب کند. دست خالی از ایران خارج شده بود. ثریا از دیدن فروشگاهی در سطح اروپا در بغداد شگفت زده شد. شیخ نشین های خلیج فارس تأسیساتی نداشتند و در شرایط قدیمی زندگی می کردند. ده ها سال عراق به همه مناطق شبه جزیره عرب سیمان و برنج و خرما و مواد مورد نیاز صادر می کرد. نخستین ایستگاه تلویزیون در مشرق زمین در خرداد سال 1335 در عراق شروع به کار کرد. حبیب الله ثابت پاسال 2 سال و 4 ماه بعد از این تاریخ در ایران ایستگاه تلویزیون تأسیس کرد. بعد از 11 سال تلویزیون دولتی ایران به راه افتاد. دولت بودجه تأسیس این دستگاه تبلیغاتی را نداشت. حال و در آخر دهه دوم قرن 21 عراق در چه حالی است؟ به علت رژیم دیکتاتوری و ادامهش به مدت 14 دهه به عدم وجود برنامه و جنگ‌های بیهوده و مشغول کردن ملت به سر دادن شعارهای فریبنده، همه چیز که در عراق بود این کشور را از دیگر همسایه‌ها برتری می‌داد به فرسودگی رسیده. پس از سقوط دیکتاتور و به ادعای تأسیس دموکراسی،
از یک طرف ملتی که زیر شلاق فعالیت می کرده و از طرف دیگر رهبرانی نوین که بجز سخن فریبکارانه هنر دیگری ندارند، این کشور را به سراشیبی دوران سیاه و تاریک بردند. قبلا پیشنهاد کردم به جای شنیدن سخنان آزمندان چوپانگرا به قدرت‌هایشان بیندیشید. جستجو کنید آیا این شخص و یا آن کس کاری مثبت و فعالیتی سازنده انجام داده و پس از مثبت بودن جواب ادعای کشور ساختنش را باور کنید. تمام رهبران بر سر کار آمده عراق از همین نوع کرباسند. بسیار سخن خوب گفتند و میگویند، سر وقت نماز خوانده و روزه گیرند، اما هرگز در یک دکان کوچک کار نکردند که بدانند چگونه کارها اداره می شوند تا دریابند خدمت به خلق چگونه است. مردم فریب ادعاهای زبانی و سخنان شیرینشان را خوردند. این رهبران جدید برای خلق و افزایش مریدان وابستگان خیش را که در میانشان بی سواد هم یافت می شوند بر سر کارهای مهم گماشتند، یا برایشان بدون کار کردن و حتی اقامت و زندگی در خارج حقوق ماهیانه دولتی تعیین کردند. این کردار در کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک آمده است. پادشاهی گماشتن افراد نالایق بر کارهایی که تجربه و دانش و لیاقت نیاز داشت را علت از دست دادن سلطنتش دانست. قبل از صدها سال این رفتار و نتیجهش نوشته شده. این انسان از این همه تجربه و تاریخ چیزی فرا نگرفته و همون اشتباه ها را می تکرارد. در تاریخ می خوانیم دورانهای تاریک نامیده شده و اوضاع را بد و ناملایم شرح داده اند. در این سفر چیزی که توجه هم را جلب کرد عدم تشخیص مردم از این وضع بد و عقب افتادگی است. چرا و چگونه مردم درک نمی کنند که اینقدر عقب رفته اند یا عقب مانده اند؟ چرا کثافت انباشته شده و خرابی ها در خانه و کوچه و خیابان های خود را نمی بینند؟ چگونه وضع بد را قبول کرده و در خرابتر نمودنش سهیم می شوند؟ این شرح حال به مردم بیدانش و مأموری عراق منحصر نمی شود. استادان دانشگاه و شخصیت هایی که فارغ التحصیل دانشگاه های خارج هستند و در برنامه های تلویزیونی ادعای فهم و دانایی می کنند، همه در همین دیگ با کثافت و عقب افتادگی می جوشند و قدرت تشخیصش را از دست دادند. گویی همه مردم به وبای نافهمی مبتلا شدند. سخن درباره بیماری های روانی و گرایش های عمومی مردم را تکرار کردم. همه در عراق به فکر اندوختن ثروت به هر وسیله‌ای هستند. از خود نمی‌پرسند خب بعد از ثروتمند شدن در این کشور خراب با آن چه کنم؟ علت این است که اغلب رهبران و پیشروان دزدی بیش از یک شناسنامه و تابعیت دارند. بسیاری از آنان خانواده‌هایشان را در خارج نگه داشته و تعدیلات را با آنان می‌گذرانند. پول را به خارج برده و برای خود ملک ها می خرند تا بنابر انباشته های مغزی و با بیتوجهی به خراب کردن میهن و نابودی هم میهنان آینده خود و فرزندانشان را تضمین نماید. مردم دزدی را از سردمداران خود تقلید می کنند. همه ادعاهای ایمان پرستش خدا و پیامبر و امامان موجب راست روی حکمرانان و مردم نشده. ثروتی را که رهبران آمریکا بعد از پایان اشغال عراق به شکل نقد، طلا و هزینه ساخت پروژه‌های روی کاغذ و عملی نشده را بودند، به مبلغی بیش از 130 میلیارد دلار برآورد شده. عدم محاسبه این رهبران در کشورهایشان سوال است. چرا دزدی اموال ملت‌ها تهمتی نیست که سیاستمدار را به دادگاه بکشد؟ رشوه‌خواری تمام مقامات بخشی از فرهنگ عمومی گشته. مثلا ده ها توربین و دستگاه تولید برق سالهاست توسط شرکت های اروپایی فروخته شده. همه در انبار صحرایی بندر جنوب عراق فرسوده و شاید خراب شدند. علت عدم سوار کردن و به کار انداختنش این است که مسئولین برق عراق شرکتی را نیافتند که آماده باشد قبل از نصب دستگاه ها تمام مبلغ رشوه درخواستی را در یک جا به آنان پرداخت کند. از طرف دیگر شرکت‌ها به دریافت مبلغ پیمان پس از انجام یافتن کار باور ندارند. این در حالی است که تمام شهرهای عراق تقریبا روزی 4 ساعت برق عمومی دارند. همه از جنراتورهای بنزینی استفاده می‌کنند.
سیم برق‌های آویزان در خیابان‌ها و کوچه‌ها برای انتقال برق میان خانه‌ها خطری است که همه را تهدید می‌کند. مردم بره گشته و برای چوپانان سیر نشو اهمیتی ندارد. چند سال پیش پروژه برق رسانی به شهرهای عراق مطرح بود. هنگام حساب هزینه این پروژه تمام کسانی که در آن دست داشتند سهمی از مبلغ سرمایه و درآمدهایش را تحت عنوان کمیسیون خواستار شده بودند. هزینه گزاف پرداخت این رشوه ها به افراد مسئول مانع از اجرای پروژه شد. ملت بی برق باشد چه می شود؟ در گرما بمیرند، اما جیب چوپان ها باید پر باشد. این دزدی ها و نارسایی ها رسمی شدند. اداره های دولتی عراق ارباب رجوع ندارند. تمام کارها توسط دلالان انجام می گیرد که اغلب وکلای دادگستری هستند. وکالت را ترک کرده و برای انجام هر معامله در اداره ها گشته و به یکایک کارمندان علنا رشوه نقدی می پردازند تا کاری انجام شود. هر تقاضا و هر معامله ای بهایی دارد که بنابر نرخ تورم روز افزایش می یابد. هر کار مخالف قانون را می توان با رشوه انجام داد. در کوچه های تنگ و بنبست شهرهای مذهبی خانه ها را به هتل تغییر دادند. یک سال پیش یکی از این هتل های ناامن در کربلا آتش گرفت و 8 تن از زوار خراسانی در آن سوختند. این هتل ها با رشوه دادن به شهرداری بنا شده اند و شرایط هتل در آنها وجود ندارد. دانشگاه هایی که بهترین فارغ التحصیلان را به دنیای عرب تقدیم می نمودن از این فساد دور نیستند. استادان رشوه می گیرند و به دانشجویان نمره قبولی می دهند. با این استفاده مادی خود را از خشم آنان می رهانند، زیرا در صورت جدی گرفتن تحصیلات به سادگی یک دانشجو می تواند انتقام گرفته و استاد را از پا در آورد. دست نخوانم مگه چی میشه؟ وضع اقتصادی بسیار خراب است. فاحشه‌گری که در عراق پدیده ای ظاهری نبود و جاهای عمومی نداشت، اکنون علنی تحت نامهای مختلف در دفترهای رسمی در شهرها اداره می شوند. تنها شهرهای کربلا و بعد نجف و تا اندازه کاظمین که زیارتگاه هستند بازاری نسبتاً فعال دارند که علتش زواران ایرانی و دیگر شیعیان دنیا هستند. با این حال در این شهرها مردم عمومی عراق از ایرانیان متنفرند. علت را جویا شده و در این نکات یافتم. ایران پشتیبان دولت مردان عراق است. مردم فساد آنان را به عهده ایران گذاشتند. ایران را پشتیبان فاسدین، شریکشان و موجب بقایشان شناختند. زبار ایرانی در گروه‌های پیاپی به عراق می‌روند. هتل‌ها گروهی کرایه داده می‌شوند. در معامله سرگروه های زواران ایرانی مبلغ ناچیزی می پردازند که بسیار کمتر از آن است که از زوار می گیرند. به علت وخامت و اوضاع اقتصادی صاحبان هتل ها چاره جز قبول ندارند. با این پذیرش مبلغ کم در معامله میهمانداری از زوار ایرانی سرگروه ها دیر پول پرداخت می کنند. هنگام پرداخت کمی از آن را کش می روند. همه این معامله ها را سرگروه ها حلال دانسته و برای خدمت به زوار و کسب ثواب و جهت تضمین بهش در آخرت واجب می دانند. نفرت عمومی از ایرانیان افزونی می یابد. در حالی که دولت مردان عراق با دولت ایران نزدیک هستند، مردم از ایران و ایرانیان دور می شوند. ادامه این وضع نگران کننده است و نشان از نافهمی عموم مسئولین ایرانی دارد که این ناهنجاری ها و بدرفتاری ها را تشخیص نداده و دخالت در امور عراق را با کوته نظری ادامه می دهند و برای نظر مردم اعتباری قائل نیستند. زمامداران ایران اگر با ملت خود چنین رفتاری می کنند، نباید در پیروی از همین رفتار در خارج از ایشان شکایت کرد. زمین های اطراف حرم های کربلا و نجف خریداری شده و ایران در ساخت پروژه های گسترده این مزارها پیش قدم. مردم این شهرها کارمندان ایرانی و مسئولین عمامه بر سر حرم ها را به فساد و دزدی متهم می کنند. اداره کنندگان حرم ها را مافیا می خوانند. اتومبیل های ساخت ایران که در آغاز سرنگونی صدام بازار نو پیدا کرده بودند و همینطور اغلب محصولات صنعتی ایران به علت عدم مرغوبیت مشتریان خود را از دست دادند. مردم از خرید همه محصولات ایران جز مواد خوراکی طبیعی دست کشیدند.
سال گذشته کامیون‌های گندم صادر شده از ایران به عراق به علت مخلوط بودن با ماسه از مرز بازگردانده شدند. این وضع مایه تأسف است. دولت مردان ایران و بازرگانان و صاحبان محصولات شانس داشتند با درستکاری در عراق یک پی استوار همیشگی بریزند. به جای ربودن سود فوری با درستکاری با این کشور مردمانش برای خود پشتوانه اقتصادی نیرومند و قابل اطمینان تأسیس کنند. بازاری را در دست بگیرند که سودی دراز مدت و همیشگی به بار آورد. نیروهای خارجی بسیار علیه این کشور توطئه می کنند. این روش کشورهای استعماری جدید نیست. اما کاش می توانستم بدانم چرا و چگونه و به سادگی رهبران کشورهای عقب افتاده یکی پس از دیگری در دام نیروهای غربی می افتند. از طرفی ادعای مبارزه با استعمار کرده و در حقیقت تصمیمهایشان توسط نیروهای استعماری دیکته می شود. خود و کشورشان را نابود می کنند و از این همه ناپسندی و نافهمی کسی درس عبرت نمی گیرد. به بهانه نبرد مقدس هم میهنان خود را به ارزانی به کشتن می دهند. جنگ داخلی در عراق پایان پذیر نیست. بهانه هایش زیاد و امکان به راه انداختنش بسیارند. با به جا گذاشتن زنان بیوه و یتیمان امروز عراق 5 میلیون یتیم جوان دارد که مدرسه نمی روند. در هر پیچ و خمی خردسالان پسر و دختر دست گدایی دراز کرده اند. این در حالی است که عراق یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. روشنفکران شیعه عراق سالها برای رفع مظلومیت از این طایفه در عراق فعالیت می کردند و سهیم شدن در اداره های دولتی را مطالبه از چپاولگری ها و فساد هم‌مذهبان خود شرمنده و کاملا ناامید شدند. مردم عراق که به تدریج این سراشیبی را رفته اند به درک قادر به درک اخامت اوضاع، تشخیص تاریکی و بدی آینده خیش نمی باشند. روزهایشان را برای یافتن لقمنان و تأمین امنیت و تندرستی به سر می برند و در میان این آشوب بی سر و ته و ناپایان وقت اندیشیدن به آینده را ندارند. اینقدر مسائل در آن کشور بلبشو و ناهنجار و بدون حل شده که این عبارت معروف عراقی همه وضع را در یک جا شرح می دهد. عبارت این است: ربک هم مای حله، خدای تو هم حلش نتواند. وقتی که این همه کوته نظری حکم فرما باشد، سرانجام این پدیده و نتیجهش بر عهده بیخردی و نافهمی عقل فرمانده ها و دین فروشان است. شخصیت های برباد دهنده این دنیا به تصور تضمین آخرت نمی توانند بپذیرند منش های عقل از قدرت انسان خارج است. وطن فروشان که سازمان ایران فدرال را تأسیس کرده و دست به دست نیروهای استعماری و دشمن داده اند و در اتاقهای دربسته برای تقسیم و خرابی میهن بر علیه ایران و ایرانیان با خارجی توطئه می کنند، آیا تصورش را دارند که آینده‌ای سیاه برای کشور و خود و خانوادشان به بار خواهند آورد؟ آیا از احوال و اطراف خود خبر دارند یا بی‌عقلیشان تشخیصشان را زدوده؟ کسانی خود را قهرمان ملی یا مجاهدین و یا فدایان خلق تصور کردند، نیروی هوس و آز رسیدن به قدرت و چپاول در خود را نشناختند، هرگز خائن بودن و فعالیت‌های زیان آور و میهن خرابیشان به مغز هیچ کدامشان خطور نمی‌کند. شاد باشید. بسیار ممنون از این دوستمون. دوستان عزیز، اگر لطف کنید نظراتتون رو راجع به این برنامه‌های عقل بشر با ما در میون بذارید، توی یک برنامه‌ای شاید با دوستمون حضوری یا از طریق تلفن یا اسکایپ به اصطلاح نظرات و سوالات شما هم مطرح بشه. ایشون در رابطه با عراق و نابسامانیایی که اونجا هست صحبت کرد. این چند روز گذشته شما ماجرای عربستان سعودی چیزی در رابطهش میخواین بگید یا بریم سراغ؟ خیلی مفصل من توی بلاگم گذاشتم. بله، همون چون دیده بود نوشته بودید و اینا. بله، و واقعا از لحاظ ترور و تروریسم دست همه رو عربستان سعودی بسته، بعد از اون قطره، بعدش امریکای ابرقدرتی. یعنی تعداد کشورهایی که به دستور CIA و سازمانهای امنیتی امریکا کشتن
ترور کردن بیشماره. امروز اتفاقا آخریشو در بلاگ خودم و در فیسبوک گذاشتم. این ماجرایی که این پادشاه جدیدشون افراد حتی ولیعت بعد ولیعت اومده چیزای دیگر رو گرفته، شازده های دیگر رو دستگیر کرده و پولدارای دیگر رو گرفته و اینها، شما نوشته بودید که این درست کپی عین کاری که شاه ما قبل از انقلاب انجام قبل از انقلاب کرد. یعنی فکر میکنید که من امیدوارم همین بشه برای اینکه ستونهای اصلی فساد در خاورمیانه، عربستان سعودی و شیخ نشین ها. چقدر این چند روز گذشته میگفتن این مدرسه هایی که مدرسه های مدرن و کولردار و اینها درست کردن ولی همش باید درس وهابیت بدن، مثل اینکه تعدادش 25,000 تا. خب آقای آریانپور، دنباله اون صحبتی که شما کردید، پیشنهاد امیر انتظام مبنی بر لزوم استفاده از تکنسین های آمریکایی در ایران این هست: تصمیم ارتش آمریکا مبنی بر تشکیل سپاه 110,000 نفری برای مداخله سریع در نقاط آشوب زده جهان از جمله چاهای نفت در خلیج فارس. این اتفاقا وجود انقلاب اسلامی باعث شد که پای امریکا بیشتر و بیشتر وارد منطقه خاورمیانه بشه. خیلی جالبه، تا شما صحبت نکنیم ما متوجه نمیشیم. دوستان چه یادتون میاد توی 50-60 سال گذشته آمریکا اینجوری کشتیاشو هر جایی که خواسته فرستاده و گذاشته و بعد همش هم دلیلش این که میگه این آبهای بین المللیه؟ قبول داریم آبهای بین المللیه، ولی الان به نظر میرسه که بیشتر اگریسیف شدن، حمله میکنن، دست میندازن، چنگ میندازن به کشورهای دیگه. این نکته خیلی جالبی بود. 110,000 نفر، یک سپاه 110,000 نفری. بله. 230 پایگاه در نقاط حساس جهان امریکا ایجاد کرده. 230 پایگاه. وقتی نقشه رو باز بکنید، نگاه کنید، میبینید هر نقطه از جهان که مهمه کچل فراش. بله دیدم دور برای ایران حدود 40 خورده به اصطلاح پایگاه و اینا داره. پایگاهه. بله. اتفاقا در رابطه با قطر گفتید، خود این آقای شارلاتان که رفت عربستان سعودی و بعدم خیلی خوشحال که دیدید من رفتم اونجا، حالا اینا با هم بد شدن، قطر هم انداختن وسط. قطر میگه چند هزار تا آمریکایی همین الان که ما صحبت میکنیم بله داخلش هست. خب پایگاه مهم داره. مهم داره اونجا. بله. این یکی دیگه هم جالبه. بله بفهم. نه شما بفرمایید. صدام در پیامی به آیت الله صدر گفت نمیگذارم تجربه ایران در عراق تکرار شود و آیت الله صدر تبدیل به امام صدر شود. یعنی امام خمینی. بله. ببینید اینا از همون موقع برداشت هایی کردن و حق داشتن. برای اینکه وقتی آیت الله خمینی میاد میگه من انقلابم رو باید صادر بکنم، آقا حرفت خوب صادر بکن، ولی قبل از اینکه صادر کنی تجهیزات آدمهاتو وسائلتو هدفهاتو تعیین بکن. با کدوم ارتش شما میخواستی اون کارو بکنی؟ ارتشی که از سیر تا پیازش از خارج تامین میشد و به خاطر رفتار شما و تجاوز به حریم سفارت امریکا این علم شنگه رو به وجود آوردید که دنیا شما رو تحریم کنه. چوبشو کی خورد؟ ملت بدبخت. بله. ایران دلار امروز بشه 4000 تومان، برای چهار هفت تومانی بشه 4030 هم رسید. بله. نه واقعا ایران اگر آدم داشت که فکر کنه، ما ببخشید مثل آروف که میزنیم همین باد
هوا میکنیم بدون اینکه فکر کنیم هدف ما چیه. رفتیم اسلام رو بردیم، مگه اسلام در سطح دنیا نیست؟ اسلام که یه بار رفت همه دنیا رو گرفت، چه فایده؟ نه الان یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان در سطح دنیاست. اینا چیکار کردن؟ چه هدیه‌ای به جهان تقدیم کردن؟ به خودشون یا جهان؟ چه کار مهمی برای خودش و مردمش کرده؟ خود عربستان با همه این امکاناتش چرا بایستی چنان حکومت سبوی داشته باشه که مردمش حق حیات نداشته باشه؟ حتی حقوق زنها رو نمیده. حقوق زنها نه، دلش خوشه که به اینا پول میده. پول یه حدی حلال مشکلاته. بازه همون راجب پول هم مشکل دارن. خود عربستان سعودی میگن این پولا فقط توی خانواده پخش میشه و مردم معمولی چیز نداره. کاملا نه. ولی خب نتیجه چی؟ همین قطری که تا مدتی قبل من شاهد بودم، چون در خرمشهر زندگی میکردم یا در بندرعباس، آرزوی این شیوخ عرب این بود که برای تعطیلات تابستان بیان این طرف و براشون بهشت بود. وقتی صحبت شیراز شما رو میکردن، درست مثل اینکه اون بهشت دروغینی که حضرت محمد بهشون، ولی این دروغین نبوده، این حقیقی نه دروغینی که بهشون وعده داده در شیراز، آرزوشون بود. باور کنید اینها بندرعباس می اومدن و خوشحال بودن که حتی به بندرعباسی که ما حتی آب تبعیدی ها رو می فرستادن. بله. نه، بندرعباس جای لاتاست. این شعر معروفی بود که برای بندرعباس ساخته بودن در گذشته، نه چندان دور. ولی حالا که پولدار شده چی کار کرده؟ آنچه امریکا وادار کرد دبی که پول همه هفت شیخ نشین رو در اختیار داره، اون های رایزا رو ساخته، های رایزایی که توش اصلا آدم نیست. چند سال پیش بود همه ول کردن رفتن. ماشین ها رو گذاشتن، چه کار میخوام بکنن دیگه. به هر حال اجازه بدید بریم به آقای حمید احمدی. انقلاب که شد، این توده‌ای ها دم در آوردن و شروع کردن به تحریکاتی. درست روز بعد از انقلاب من شاهدش بودم، درست نیرو دریایی نبودم ولی دوستان بودم. بالای کلاه ما نشانمون تاج سلطنتی بود. هنوز نه رفراندومی شده بود، نه تغییر رژیم می بود، نه هیچی. پس ما بایستی همون راه و روش گذشته رو انجام بدیم. صبحگاه که مجبور بودن افراد همه جمع بشن و دعا میخوندن، نه دعا خوندن، نه سرود شاهنشاهی زدن، نه اینکه مارشی زده باشن، همه سوت و کور اومدن اونجا. و از همه مهمتر با قیچی این نشان تاجی که هنوز نوع حکومت تعیین نشده بود بریده بودن. چه کسی این کارو کرد؟ همین توده‌ای ها وادار کردن. این توده‌ای ها چون اینا منسجم‌تر بودن، اینا از لحاظ حزبی و اینا اینا دستور می گرفتن، منضبط بودن. نمونهش مجاهدین هم دستور می گیرن، مجبورن اجرا کنن. این آقایون هم همین بودن. در روز بعد از انقلاب در 6 پایگاه ما همین توده‌ای ها فرماندهانی که داشتن و فضی از این فرماندهان بسیار انسانهای فهمیده وطن دوستی، این را رو ریختن، دستگیر کردن. بقیه پرسنلی که نه توده‌ای بودن نه افکار سیاسی داشتن، دهنشون رو بستن، لام تا کام، تکون نخوردن، اجازه دادن این چند نفر. در بندرعباس دریابان خسرو آزادی که یکی از بهترین فرماندهان ناوگان ما بود،
افسری پاک منزه دستگیرش کردن، جلوی بقیه بردن تحویل دفتر امام بندر عباس دادن. در سیرجان یه افسری بود به نام ناخدا محمد باقر ولایی، اونم از افسران نمونه بود، مدت طولانی با من کار کرده بود و بنابراین از نزدیک می. اونم دستگیر کردن تحویل کمیته داد. در خرمشهر فرمانده اونجا رو گرفتن تحویل کمیته داد. در خارک فرمانده اونجا رو هم گرفتن تحویل داد. در بندر پهلوی دریادار ناصر جهانبانی که در همه ایالت امیدوارم گوش بده و تایید کنه حرفم درسته، ایشون هم دستگیر کردن بردن تحویل. در خود تهران یه دریاداری داشتیم به نام مجیدی، این به کمک داماد خمینی آقای اشراقی اومد در ستاد نیروی دریایی و همه افسرانی که اونجا بودن درجه بالا رو جمع کردن، تو آمفی‌تئاتر کردن، درا رو بستن. آقای مجیدی دریادار پشت میکروفونی که مستقیم به تلویزیون وصل بود صحبت کرد که هدف من اینه که همه اینها رو توی کیسه گونی بکنم ببرم تحویل مدرسه علوی بدم. مدرسه علوی همون که چپ و راست اینا رو اعدام میکرد، تیبارون میکرد، که البته مدنی تا اینو شنید به سرعت اومد و به مجیدی فریاد زد چی به تو همچین اجازه ای داده که چنین کاری بکنی؟ انقلاب این نیست که تو هر کسو میخوای بگیری فدا کنی، انقلاب اینه که ما قوانین رو بیشتر مراعات کنیم. این حرفی از همون روز دیگه علوی نیمد. منظورم از ذکر این اینه چپی ها تودهی ها فقط کارشون به دستور مقامات روسی این بود که خرابکاری کنن. بعدن با که با برنامه هم داشت البته. بعدن که اتفاقاتی رخ داد و رژیم آخوندی مشکوک شد به آقای افضلی و اونو گرفتن، چند تا دیگرم گرفتن، یکیش ناوبان حقیقت بود، یکیش ناخدا سوم حکیمی بود که همسرش هم جزء اعضای توده‌ای بود، اونم گرفتن. آقای حقیقت و آقای حمید احمدی امیدوارم گوش بدید فرار کردن، رفتن به اروپای شرقی و پناهنده شدن. ایشون میگوید که در اونجا من رفتم به دانشگاه یا فلان، البته لابد باید زبان رو یاد میگرف یا قبلا بلد بوده، اونا رو من کارم، و میگه دکترا دارم در رشته حقوق و در رشته تاریخ، الانم مدعیه که مشغول تحقیق و تحقیقات در امور تاریخی، ولی یه دونه مدرک نشون نمیده و از این حرفا میزنه. آقای افضلی که خودش پشت تلویزیون تایید کرد که من گول خوردم، اشتباه کردم، چون در جوانی به من و خانوادم اون رژیم ظلم کرده بود، من برای به دست آوردن حقم به حزب توده پرداختم. و ایشون میاد در اون ویدیوش صحبت میکنه که نخیر همچین چیزی نیست، ایشون قهرمان ملی ما هستن. دوستان دارن تشکر میکنن روی فیسبوک که شما اینجا هستید، منم از اونها ممنونم. اجازه بدید که بله خیلی ممنون و باز برگردیم به این نوشته ها. خیلی جالبتر میشه که بالا گرفتن دستگیری عوامل عراقی در رابطه با انفجارات در بلوچستان، بالا گرفتن تشنج بین ایران و عراق و احتمال وقوع مقابله نظامی بین دو کشور، بعدم حمودی
وزیر اطلاعات عراق شرط بهبودی روابط عراق با ایران را کنار گذاردن ادعای ایران مبنی بر حق حاکمیت بر بحرین ذکر کرد. همش اونها ادعا داشتند و ما همینطور نشستیم نگاهشون کردیم. حالا یه مقدار برید پایین. اجازه من به دوستان بگم، دوستان این روز شمار رو اگه خواستید یا مستقیما با خود آقای آریانپور تماس بگیرید براتون میفرستن، یا با من از طریق ایمیل فیسبوک تماس بگیرید براتون میفرستم. همونجوری که گفتم ایشون خیلی منظم همه اینا رو وقت گذاشتن و نوشتن و دیروز فرستادن، امروز هم روی از این فلاش، بله فلاش درایو آوردن. من ازشون ممنون و متشکرم. اگر میل داشته باشید ایمیل من هوشنگ H O U S H A N G خط زیر یعنی اندرسکور آریانپور A R Y A N P O U R at yahoo.com آریانپور اینه دیگه at yahoo.com. بله الان من براشون این بله. میکنم دوستان میذارم من که با کمال میل اینو براتون میفرستم. نه تنها اینو، اگر تشریف ببرید توی گوگل و بزنید اسم شما رو که بزنن، اینقدر ویدیو و بلاگ و مصاحبه‌های مختلفی که انجام دادید میاد که میتونن روزها یا حتی ماها بشینن و اینا رو گوش بدن. ضمناً یک مصاحبه ای هم در رابطه با هواپیمای ایران که سرنگون شد آقای حسین دهباشی انجام دادن، ایشون با شما مصاحبه کرده. بله. و یه تیمساری برای من خیلی جالب بود، میگن که کشتی آمریکایی فکر کرده این F-14 هم از لحاظ به اصطلاح سایز اندازه، هم از لحاظ سرعت F-14 با کشتی با هواپیمای مسافربری فرق می‌کنه. ولی ایشون میگه که اون روز، البته اولش میگه من خیلی تحقیق کردم، بعد بلافاصله میگه من شنیدم از اینو، میگه اون روز هواپیماها داشتن تو این مسیر میرفتن و کار درست این بوده که این هواپیمای مسافربری نه پرواز نکنه اون روز و بذارن به اصطلاح فردا برن، چون موشکای اون چیزا ست شده بوده برای این هواپیما. ناگفته نماند. فکر کنم همین مصاحبه باعث شده که آقای حسین دهباشی برنامه‌هاشو قطع کنه. اینا رو هم براتون میفرستم، شاید یه فرصتی بشه که باز بیشتر داریم. اتفاقا در این مورد من همون موقع نامه‌ای به آقای ادوارد کندی، سناتور قدیمی برادر کندی رئیس جمهور، نوشتم و گفتم این اشتباه محض بوده، عمد بوده، اشتباه نبوده و امریکا چه حقی داره اصلا رفته در یک منطقه جنگی، چه کسی از امریکا دعوت کرد. ایشون به من طی یه نامه یک صفحه و نیمی من دارم خدمتتون، حرف منو تصدیق کرد، گفت من به خاطر شما رفتم به خلیج فارس و از نزدیک دیدم بله ما نباید ناوگانمون در اون منطقه می بود و این کار خلاف. یعنی با وجودی که حتی ممکنه آبهای بین المللی اونجا باشه، ولی الان که شرایط جنگی هست اینا وقتی میان احتمالاً اینن وقتی شرایط جنگی در یک منطقه هست، ناوگان امریکا برای چی میره؟ اگر ناو شخصی کشتی تجارتیش بره میگیم خب وظیفه داره بره هم کنه نفت بیاره، ولی ناوگان امریکا اونجا چه کار داشته؟ توی این صورت ها میبینید که امریکا همش در حال تقویت خود چه در خلیج فارس، و از همون موقع است که میبینید که صدها پایگاه دریایی و زمینی و شنوایی و بویایی و بویایی اونجا به وجود آورد. حضور خودشون رو اونجا به اصطلاح قوی تر کردن. اجازه بدین دوستانی که سوال کردن
بله، نوشتن که جناب تیمسار سپاس بسیار از شما برای روشنگری ها. باز آقایی که هم اسم شماست هوشنگ، هم شهری منه. بله. آقای هوشنگ شیرازی نوشتن که جناب سوربی بی نهایت متشکر از دعوت تیمسار آریانپور. بعد یه دوست قبلا سوال کرده بود که بنابراین افضلی چی شد، که گفتیم افضلی رو اعدام کردن. اعدام کردن، خودشم تایید کرد که اشتباه کرده، خلاف کرده، خیانت کرده. بله. دوست دیگه میگه متشکرم، بسیار جالب، دقیق، مستند و واقعا یک کلاس آموزشی بود برای این جانب. ما هم از شما ممنونیم که با ما هستید. اگر میخواین نمونه این مدارک رو بیشتر و بیشتر ببینید، بلاگ آقای آریانپور من میتونم بگم اصلا یه دایره المعارفه، که تا اونجایی که تونستن اینها رو ردیف مرتب نوشتن و تا اونجایی هم که بتونن هی بروزش میکنن. اگر یه بار اونجا برین نگاه کنید، بعد دیگه میتونید اون لینک رو داشته باشید. یه جوری هست که اگر بیان مثلا به اصطلاح ممبر بشن براشون فرستاده بشه. نیاز به ممبر نداره. شما تشریف میبرید، همین بزنید هوشنگ بلاگ، هوشنگ آریانپور باز میشه. در نتیجه شما 550 نوشته گردآوری در اونجا میبینید که بالغ بر 6000 صفحه است و من با دو انگوش میدونید به ما هیچ وقت یاد ندادن با 10 انگوش کار کنیم، با دو انگوش این 6000 صفحه رو من در اونجا گنجوندم. الان شما رفتید توش؟ نه، این لینکدین رو داره نشون میده. بعد اون آدرس شو برای من بفرستید بعد از برنامه من میذارم. این فیسبوک هوشنگ آریانپور وردپرس اینه دیگه، نه؟ اینجاست، اجازه بدید. نه خیر، این نیست. اینه بلاگ پست. بله. اوکی. دوستان عزیز اجازه بدید من بهتون نشون بدم. بیاید. اینه دیگه. آدرسش هم الان براتون میذارم این زیر برنامه، که اگر اشتباهاً به اصطلاح چون مثلا هوشنگ رو بعضیا با دبل او مینویسن، اینو من براتون کپی میکنم و اینجا قرار میدم به جای ایمیل خودم. الان میاد برای شما میبینید. اتفاقا این آخرین بله. مطلبیه که راجبه United States and State Terrorism، تروریزمیه که امریکا انجام میده. قبل از اینکه شما بیان اینجا، من راجبه این تیراندازی دیروز صحبت کردم و این دبل استاندارد یا یک بام و دهوای ترامپ، که تا اون طرف تو نیویورک میزنه میگه این باید اعدام بشه، وقتی اینو میگه دوستان یعنی داره دخالت میکنه در دادگاه و حقوق چیزای قضایی، بعد میگه این باید فرستاده بشه به گوانتانامو، که خود این باز دخالت در جاستیس سیستم یا سیستم قضایی اینجا. ولی امروز دیروز که این آقا اینجوری کرده، میگه این روانی مشکل روانی داره، یا اون آقایی که این همه اسلحه رو برده بود از توی اتاق هتل 59 نفر رو کشت، 500 بیش از 500 نفر رو زخمی کرد، برای اونم مردم گفتن خب الان موقعشه که راجع به اسلحه و اینا یه چیزی بگیم، گو الان همه از داغ دارن فعلا هیچی نگیم. نظرتون راجع به این چیه؟ ببینید، من مدتی قبل آقای بوش پسر راه حلی برای جلوگیری از اسلحه بدون تغییر متمم شماره دو، کوچکترین تغییری به اون نمیده، نوشتم به انگلیسی برای بوش فرستادم، جواب داد. بعد برای آقای اوباما فرستادم، ایشون خودش با نامه‌ای که به من نوشت و دارم جواب داد که حرف درسته، باید این کارو بکنیم. این بار که این اتفاق افتاد، همین نامه رو برای آقای ترامپ فرستادم، همراه با جوابی که آقای اوباما داده بود. البته میدونم به خاطر همون هیچ وقت جواب منو نخواهد. راه حل خیلی آسونه، یعنی انقدر آسونه، اگر ماشینی که ساخته نشده آدم بکشه، ما بایستی سالی یک بار اینو بازدیدش کنیم.
از لحاظ گازی که معاینه بکنه، بیمش بکنیم، بیمه شخص سالس و خودمونو بکنیم. بعدش هزار و آهان تصدیقمونو هر چند سال تایید بکنن. همون اول کار باید تصدیق بگیریم، بعدم هر چند سال همه این کارها رو بکنن. شما میخواید برید ماهی بگیرید، بایستی لایسنس داشته باشید تا بتونید برید ماهی بگیرید. اینجا شما اگه بخوای برید توی رودخونه ماهی بگیری باید $12 داده باشی، میخوای بری شکار کنی باید قبلش پول داده باشی، به اصطلاح چیز بگی. حالا در رابطه با صحبت شما بذارید من یه آگهی نشون بدم که الانی که این ماجرا هست که دیروز اینجوری اتفاق افتاده، ببینید مثلا این شرکته، اصلا اسم شرکته اینه Cheaper than dirt، یعنی ما اصلاحه میگه، یعنی ما اصل فشنگ و اینا رو ارزونتر از خاک بهتون میفروشیم. دوست نگاه کنید، من این بهشتون صفحه رو نشون میدم، وقت شما ببینید که این وقتی اسلحه اینجا $200 و این جوونا هم که به هر دلیلی فکر میکنن این فیلم ها رو میبینن، اصلا گیم هاشون همه کشت و کشتار رو هرچی بیشتر بکشن بیشتر جایز است. نگاه کنید $224، میان پایین تر $150. حالا جالبیش اینه که اینا حتی یه روز صبر نمی کنن. حالا که تو تگزاس همچین مشکلی پیش آمده، ما امروز نفرسیم فردا بفرسیم. نگاه کنید مثلا 100 تا فشنگ رو میده $9، یا این یکی 90 تا گرند، بله این یکی نوعش بهتره $19.89. یعنی واقعا اون اسمی که گذاشته Cheaper than dirt درسته. و شما چقدر جالب گفتی، شما اینجا اگر یه از این موتورسیکلت‌های کوچولو بخوای داشته باشی مجبورت میکنن کلا بپوشی، مجبورت میکنن نمره داشته باشه، بعد تازه با اون همه جا نمیتونی بری، توی هایوی نمیتونی بری، فقط تو خیابونای معمولی میتونی بری، چون این هایوی ها مال فدراله، خیابونای معمولی مال ایالتی هست. اینا پیشنهاد شما اینه که سخت‌ترش کنن، تکمیلش میکنم. ببینید من وقتی اسلحه بگیرم میرم بگیرم، باید اون مراحل رو طی کنم، بیمه‌نامه بیارم که اگر اتفاقی افتاد بچه من رفت اونو زد یکی رو کش، یک کسی خسارت اون طرف رو بده. ولی هفتی رو اگر ما به جای دی ام وی بیایم یه آفیسی باز کنیم به نام گان کنترل دیپارتمنت جی ان دی ام وی، دوستان دیپارتمنت آف موتور ویکل همینه که اداره راهنمایی رانندگی، ماشینا اونجا ثبت شده رجیستره، بعد گان کنترل دیپارتمنت بکنیم. هر کسی موظفه تفنگشو سالی یک بار بیاره اونجا نشون بده، همونطور که ما ماشینو میبریم. حالا اینجوری میفهمه تفنگش دزدیده نشده هستش. اگر من یه هفتیر میخرم، اینا موظفن یه گلوله ازش درک کنن. وقتی یه گلوله در رفت، انگوش نگاری تفنگ هفتیر یا تفنگ مشخص میشه. اینو توی چیزشون بذارن پروندهش، که اگر در آینده یه گلوله با این خورد دقیقا میتونن چه کسی این کارو کرده. ولی نشنال رایفل اسوسییشن نمیذاره، NRA نمیذاره اینا این کارو بکنن. NRA خب اون نظره آقایون سناتورها کی اینا رو فرستاده اینجا، آقایون نماینده های مجلس اینها چرا نمیذارن؟ مگر اینکه رشوه میگیرن. بله رشوه، همون پولی که میدن که اینا برن تو مجلس و اینا تمام شد. خب در رابطه با ورود انبوهی از سلاح، ادعای بی بی سی مبنی بر احتمال ادعای عراق بر حاکمیت خوزستان، اینم خودش همون اوائل خود بی بی سی میگه حق دارن، خوزستان متعلق به عراقه. خب وقتی اونا تحریک میکنن هم ماجرای آب و انگلستان و هزار و یک چیز ده. البته ما هم روی سادگی، نفهمی، بی سوادی همیشه آتو دستشون میده.
اونا منتظر بهانه هستن، ما بهشون این بهانه رو میدیم. ورود انبوهی از سلاح‌های مختلف از سوی عراق به خوزستان، یعنی داشتن اونا رو مسلمان. این همونیه که حمله کردن خلق مسلمان چند روزی فرماندار خرمشهر رو بازداشت کردن. همون نبود که الاحواز، احواز هم یه جور دیگه می‌نویسن، اونا نیستن. همه‌شون به هم ربط دارن، همه‌شون از طریق شیخ نشین ها و عراق تحریک می‌شدن. اجازه بدید من اینو نشون بدم باز. دوستان هر کسی که اینها رو میخواد یا با خود آقای آریانپور تماس بگیرید یا با من از طریق ایمیل و فیسبوک، من براتون اینها رو میفرستم. بزرگواری کنید برید به انتهای این. این قرمزا اوناییه که به نظر من مهمه. خیلی برید، من اصلا برید. وقتی اینو دیدم برای دوستم نوشتم، من نمیدونم ایشون چقدر وقت گذاشته اینها رو با نظم و ترتیب و اینجوری هایلایت کردن و اینها. باور بفرمایید بیش از دو ماه. بله سال 59. حالا برید برید به انتا. بله بذارید با این بیارن اون قسمتی که زرده، هر 50 تای رو من زرد کردم که ببینید این اینها الان 50 تا گذشت دوباره. مثلا اینجا میرسیم به سال 59 شهریور دیگه. بعد نوشتین که سپاه پاسداران وقوع یک جنگ تمام عیار را پیش بینی کرد. بله بریم 50 بعدی. برید 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 اینجا. آها خب این سبز شد. حالا اینجا بذارید من به دوستان هم نشون بدم. بله این نوشته که این همون 23 شهریور 1359، یک ناوچه عراقی مستقر در اروندرود پاسگاه خین، خین از توابع خرمشهر را هدف گلوله باران خود قرار داد. سند شماره 034441. عراق 8 نامه به رؤسا و سران 8 سازمان بین المللی که اسمش هم بردید درباره ادعای این دولت نسبت به جمهوری ایران اسلامی ایران ارسال کرد. خب بفرمایید. خب اینها رو از همون موقع ببینید، هنوز شهریور 31 نشده که حمله کنه. این آقای حمید احمدی که میگه 5 روز قبل ناخدا افضلی دستور داد ناوها از پایگاه خرمشهر خارج بشن، منظورشون 31 شهریور 1359 نه شهریور 1331. نه میگن هنوز 31 نشده، چون 31 نشده 23 8 روز 9 ایشون چیکار کرد، چه عملی انجام داد، چرا تکاوران و مهمات بهشون نداد مسلسل؟ تازه افتخارشون اینه که ناوگانا رو بردن بیرون، یعنی به جایی که با اینا مقابله کنن تموم شد. نه آخه حالا بازم برید پایین. عذر میخوام. حالا این زردا رو من میخواستم بخونید، اگر شما بخونید وقت هست. بله بله استدعا میکنم. بله من نتیجه گیری کردم. بله جنگ عراق علیه ایران چه مراحلی را طی نمود؟ عراق در طول 8 سال جنگ علیه ایران از شیوه های نظامی و سیاسی متعددی برای از پادر آوردن ایران استفاده کرد، از جمله می توان از جنگ ما قبل جنگ نام برد. برای شناخت و آگاهی بیشتر و بهتر از این اتفاقات که قبل از شروع رسمی جنگ 8 ساله واقع شده و شوربختانه با وجود آنکه این وقایع از تاریخ 13 فروردین 1358 شروع و تا پایان شهریور ماه 1359، یعنی یعنی اینا داشتن زمین سازی میکردن کاملا. اگر ما یه آدمای هوشیاری داشتیم دوراندیشی بود اینا، باید اونا هم میگفتن که این که داره اینو میگه یا این کارو میکنه آماده میشده. در صورت همونجوری که گفتم اینا رو میتونید از خود آقای آریانپور داشته باشید، از منم میتونید ایمیل بفرستید، بهتون میگم براتون میفرستم. این ماجرای جنگ ماجرا قبل آقای چیز توی یه برنامهش یه چیزی راجع به 2 و 6 6 و 2 یه چیزی راجع به یه اصطلاحی تو نیرو دریایی استفاده کرد. من اینو براتون ویدیوش فرستادم، اگه لطف کنید در دوباره میبینم. 2 و 6 یادم نیست. بله یه چیزی رو در رابطه با همین نوع جنگ ها فرستادم.
با ذکر بخشی از این تجاوزات و تحریکات مرزی علیه عراق، ایران در این دوره با ذکر منابع خبری و تاریخ مربوطه به وضوح مشخص می‌گردد که به دلایلی این تجاوزهای علنی مورد توجه مقامات مسئول نظامی کشور، خاصه نیروی دریایی که هم مرز آبی با کشور عراق بوده است، از محلی به نام پل نو که در شمال خرمشهر قرار دارد شروع شده و تا شمالی ترین نقطه خلیج فارس ادامه داشته است قرار نگرفته و نیروی دریایی آن زمان با توجه به برخورداری از سیستم های پیشرفته الکترونیکی چون رادار و رادیو و هلیکوپتر گشتی، ناوچه های ساحلی و سازمان های اطلاعاتی ضد اطلاعاتی چون رکن دوم که وظیفه‌اش کسب اطلاعات جو زمین دشمن بوده است، برابر مدارک و سوابق موجود توجهی به فعالیت‌ها و کوشش‌های نیروهای نظامی عراق برای کسب خبر و مطلع شدن از نقاط ضعف آن زمان ارتش ایران، تو پرانتز هم نوشتن نیروی زمینی، هوایی، دریایی و پاسداران مرزی نکرده و اقدامی برای آماده نگه داشتن پرسنل پایگاه دریایی خرمشهر، تأمین نیازمندی‌های جنگی، پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری و ممانعت از ورود احتمالی 100% نیروهای نظامی کشور عراق بر نداشته بودند. یعنی کمکاری احتمال بعدم همین نشد که خرمشهر وظیفه‌ش رو اگر انجام داده بود نیازی نبود جنگ بشه. یعنی اگه اونا وایساده بودن اونم حمله نمیکرد، چون میدید که اینا هستن دیگه، مثل ولی نفر... هی میومد بررسی میکرد میدید اینا در خوابن. بله بله، شوربختانه میتوان این سهل انگاری و بیتوجهی پرسنل نیرو دریایی را در جنوب ایران به چند علت دانست. علت اول، شاید بخشی از مسئولان نیروی دریایی خواهان حمله نیروهای نظامی عراق به ایران و برکناری رژیم جمهوری اسلامی بوده و لذا آگاهانه مانع از ارسال گزارشاتی به ستاد ارتش. آها، اینایی بودن که به قول شما میخواستن یه جوری خرابکاری کنن. الان که اسم عراق اومده و اینا، اون ماجرای 5 روز زندگی بختیار که هیچ وقت هم دربارش صحبت نکرد، ماجرای اون مصاحبه‌ای که من با آقای دکتر منوچهر رزمارا کردم و ایشون گفت ما با آقای بختیار وزرا رفتیم در یک کشور عربی، اسم کشور عربی رو نیاورد، بعد گفت که وقتی رفتیم صبحونه خوردیم، بعد که برگشتیم تو اتاقامون کیفای سامسونت پر پول 100 دلاری نو، که اول گفت من فکر کردم این پولای قلابی هست که میذارن مثلا کیفا فشرده نشه، بعد میگه بردم توی اتاق بغلی که یه وزیر دیگه بود، اولا گفت ما همه تو قصر زندگی میکردیم. آقای رزمارا، شما تا زنده هستید باید بگید کدوم کشور بوده که مردم ایران، من نوشتم این بله. تو هست، شما نوشتید این تو هست. آقای بله. بختیار میرن بله. با آقای صدام صحبت میکنن، بعدم اعلام میکنن ما به زودی در ایران خواهیم بود. آها، اجازه اگر وقت هست. بله بله، چند دقیقه دیگه وقت، 2 دقیقه 3 دقیقه. من برای بعد از انقلاب چون کارخونم قطعاتش باید از خارج می اومد، وسایلی که در کشتی ها به کار می بردیم نمی اومد، من بالاخره تونستم از رژیم اجازه بگیرم برم به یه سفر به انگلیس. توی هتل بودم، 12 شب تلفن زنگ زد. چه سالی بودی؟ همون اوایل انقلاب بوده؟ 1 سال بعد از انقلاب، یعنی اوائل 59 بود. تو هتل زنگ زد، تعجب کردم. الو، من شاپور بختیار. سلام کردم، اول پرسی کرد، گفتم شما از کجا پی بردید که من به انگلیس اومدم و از کجا تلفن هتل منو؟ گفت خب ما یه چیزایی رو میدونیم. گفتم چه فرمایشی دارید؟ گفت که شنیدم دارید برمیگردید ایران. حالا از کی شنیدن من نمیدونم. گفتم درسته، فردا باید برگردم، بلیتم از لندن به تهران.
گفت من میخوام خواهش کنم صبح اول وقت برید فرودگاه، من براتون بلیت گرفتم، تشریف بیارید پاریس، باتون کار دارم. گفتم آخه مشکله. گفت نگران اون نباشید. رفتم فرودگاه لندن، یک گیشوی مربوطه دیدم بلیتی به نام من صادره، سوار شدم رفتم پاریس. در فرودگاه پاریس آقایی بود به نام بایی احمدی، سرهنگ جاندارمری بود که مغز متفکر آقای بختیار، حتما آقای منوچهر رزمارا، آقای وزرایی که هنوز هستن میدونن که من چه کسی. بایی احمدی افسر ژاندارم بود، مغز متفکر آقای بختیار، کسیه که بعدم رفت، که بعدم اومد اینجا، رفت دبی نخه و اونجا ترورش کرد. اونو میشناختم از ایران، افسر ضد اطلاعات ژاندارمری بود. منو سوار کرد برد منزل آقای بختیار و رفتم اتاقشون، پرچم شاهنشاهی بود، عکس مصدقم اون بالا بود و میز مرتبی ایشون رو خوشو بش کردیم و اینا. گفتم چه فرمایشی؟ گفت خواهشم اینه برید پیش مدنی، اون موقع استاندار خوزستان بود، بهشون بگید ما تصمیم گرفتیم وارد ایران بشیم، از خوزستان هم شروع میکنیم. تقاضامون اینه که وقتی وارد شدیم آقای مدنی ممانعتی با نیروهای نظامی که در اختیار داره برای ما وجود، فقط اینقدر از خاکو اجازه بدن ما وارد شیم، بقیهش با خودم. گفتم که اطاعت میشه، من میرم پیغام شما رو به دکتر مدنی میدم و نتیجهشو بهتون اطلاع میدم. تشکر کرد و بای احمدی منو ورداشت برد به فرودگاه پاریس و که روونه تهران شد. برگشتم مدنی رو یا همون روز یا چند روز بعدش دیدم، چون جنوب بود من تهران بودم. داستان رو گفتم، یه پوزخندی زد، گفت اینا مثل این که در حال هپروت به سر میبرن، نمیدونن داستان چیه. من یه وجب خاک ایران رو به ایشون بدم، بقیهش چی بشه؟ با چه نیروی؟ توجه میکنید؟ دقیقا همین چیزیه که در بالا برید میبینید که آقای بختیار بهش اشاره کرده که ما همین چند روز به ایران خواهیم رفت. تاریخش با اونی که من ملاقات کردم، یه جایی هم توی مصاحبه میگه که من و صدام ما وجوه مشترکی منافع مشترکی داشتیم. بله، ولی برید دوستان نگاه کنید این ویدیوها را، آقای بابک عروی یه تحقیقی کرده بود، یه دفعه اینا رو گذاشت بود پلو هم، و 5 روز از زندگی شاپور بختیار به قول اینا آمریکایی‌ها میسینگه، یعنی راجع بهش نگفته. و جالبه این کسانی هم که زنده هستن صحبتی نمی کنن. میدونم یکی از این وزرا توی فرانسه هم هست، اتفاقا به من گفتم جواد خادم، آقای خادم من اینجا دیدم که بله. دوست آقای حسیبی هم هست، سیروس آموزگار، آموزگار. بله. در صورت دوستان عزیز بازم طبق معمول وقت نیست، انقدر این آقای آریانپور میتونم بگم یک گنجینه خاطرات و تاریخ هستند. و ای کاش دیگران شهامت، شجاعت، پشتکار و دانش ایشون رو داشتن و این کار رو انجام میدادن. ایشون به نظر من خدمت بزرگی کرده، چون وظیفه نیست، چون کسی به شما حقوقی نداده که این کار رو انجام بدید، ولی خدمتی کرده برای من و شمایی که امروز هستیم، خدمتی کرده برای نسل‌های بعدی ایران. بازم از شما خواهش میکنم اگر میخواین دسترسی داشته باشید به این چیزایی که اینجا هست، این وبسایت رو
اینجا بهتون نشون میدم. بله، بلاگ آقای آریانپور هست، میبینید نوشتن هوشنگ، اون خط اندرلاین میگن آریانپور. نه بلاگ اون پست... ایمیلمه. آه اون ایمیلتون، بله ایمیلشون هم بهتون نشون میدم. و حسن این برنامه اینه که چه رو فیسبوک ببینید چه رو یوتیوب ببینید میتونید نگه دارید، آدرس رو با دقت بنویسید و از همه اینا گذشته اگر اینا رو از برنامه تلویزیون مردم tv.com میبینید میتونید با من تماس بگیرید. ایمیل ایشون روی فیسبوک با خودشون مستقیما، یعنی من ندیدم کسی توی این سن و سال به این پیشرفتگی باشه از لحاظ کارهای کامپیوتری، از لحاظ نظم و ترتیب. و من به نوبه خودم به عنوان یه ایرانی از شما بسیار ممنونم. امیدوارم بازم فرصتی باشه که با شما باشیم و با دوستان. دوستان شما اگر سوالی دارین مطرح کنید، اگر نظری هم دارید باز میتونید بنویسید تا ایشون صحبت کنه. در خاتمه اگه صحبتی دارید بفرمایید. من یه استدعا از هموطنان دارم، استدعا میکنم وقتی مقاله رو میخونید کامل بخونید، یه نگاه سرسری و بعد یک جوابی که ربطی به اون نداره. میدونم شما ها نمیگم بعضی ها اینطورن و بعد شروع به فحاشی کردن و اینکه تو عقده داری و فلانی و اینا. ببینید کجاش خلافه، اصلاح هم کنید. با کمال میل من حرفتون رو قبول میکنم، اونو خط میزنم، نظریه اصلاحی شما رو به جاش درستش اونجا میمیسم. دوستان عزیز ممنونم که با ما بودید. برنامه ها رو دنبال کنید چه از طریق فیسبوک، چه از طریق یوتیوب، چه از طریق تلویزیون مردم مردمتیوی.com و با ما در تماس باشید. روز روزگار بر شما خوش. روزتون بخیر. تشکر از شما. خیلی ممنون از شما.